بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه پنجم ماه می سال 2017 و برابر با 15 اردیبهشت ماه 1396 با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. اجازه بدید که ما این فیسبوک صفحه شخصی خودمون رو با دوستانی که احتمالاً ما رو از صفحه فیسبوک مردم تیوی میبینن شیر کنیم یا برای اونها هم نشون بدیم یا هر چیزی که اسمش هست و بنویسیم که سربی با مردم. قبل از برنامه من برنامه زندهی داشتیم با آقای قربان علی حسین نژاد از پاریس و ایشون یکی از افرادی هستند که یکی از افراد قدیمیه سازمان مجاهدین که جدا شدن و به نظر من جا داره صحبتاشون رو بشنوید. اگر صحبتی، سوالی، نظری هم دارید باشون تماس بگیرید. و اما برنامه امروز خدمت شما که عرض کنم، میریم سراغ آقای مهدی برومند، پیامش رو پخش میکنیم. برای شما اتفاق افتاده که پیام‌ها رو اشتباهی بفرستید، جواب ایمیل‌ها رو عوضی بدید. خود من گاهی وقتا از این اشتباه ها انجام میدم، ولی به این شدت و حدتی که آقای برومند میبینم نیست. میبینم که ایشون از بس خودش رو مشغول کرده. خب ایشون یه مکانیک گویا زبردست و خوبی بوده، حالا دیگه بازنشست شده توی خونه. این فیسبوک یه چیز جدیده و اینایی که یه مقداری کارهای مکانیکی یا تکنیکی یا فنی انجام دادن، بعضی وقتا فکر میکنن خیلی میدونن. اون فکر میکنن خیلی میدونن باعث میشه بهشون ضربه بزنه. ببینید، مثلا این آقا برای من پیام فرستاده، بعد برایش میگم آقا این پیام رو برای من چرا فرستادی؟ اصلا نمیخونه، متوجه نمیشه، نمیره درست کنه، نمیفهمه به کی داره فوش میده. و ببخشید اگه ایشون توی پیامشون فوش و اینها هست، ولی خب یه چیزی هم خوبه، اینا طرفدارای پادشاهی هستن. میدونید این رژیم پادشاهی 57 سال باباش آقای رضا خان و خود محمد رضا شاه به مردم فوش دادند، ستم کردند، مردم ناراحت شدند، رفتن افتادن دست خمینی و دار دستش. رژیم خمینی هم همون کار رو ادامه داده برای 38 سال. حالا دو تا انتخاب دارن، یا اینکه عاقل بشن، روششون رو عوض کنن و ببینن چه به سر رضا محمد رضا شاه و خانوادش اومد، یا اینکه همین کار رو ادامه بدن تا اینا هم به زبالدان تاریخ برن. ولی امیدواریم بعدیش هر کی هست روشش را عوض کنه. ببینید این آقای مهدی برومند، من مصاحبه کردم باش، برید اسمشو بزنید توی چیزا میبینید. مثلا یه دونه از پیاماش اینه، فکر کنم برای یه خانمی فرستاده، بعد فوش و فوشکشی و اینها. و جالبم اینه که اینشون فکر میکنه تنها کسی که تمام امور مذهبی، تمام امور سیاسی رو وارده و میتونه اظهار نظر کنه این آقا هست. ببینید این دومیه، میخوام اولی رو اول براتون پخش کنم، چون یکیش 59 ثانیه است، یکیش 1 دقیقه. تازه گله میکنه که این پیامگیر نمیذاره من پیام، آقا شاد پیامگیرم از این فوشایی که تو میدی خسته میشه. با هم بشنوید. پریوش خانم درود بر شما. مهدی برومند هستم، یکی از دوستای فیسبوک. ولی سوال من از شما اینه که شما اعتقاد به این دارین که دین و مذهب یه چیز خصوصیه، یعنی یه نفر وقتی به چیزی اعتقاد داره حتی به خواهر و مادر خودش هم نه عزیز من، اولا من پریوش خانم نیستم، دوما اگر از پریوش خانم سوال کردی دین یا مذهب یه چیز خصوصیه، همینجا ساکت شو، بذار اون بهت جواب بده که بگی نه ما بهائی‌ها دروغ میگیم که میگیم این یه دین یه چیز خصوصیه. آقای حسن ارشاد امروز توی 129مین برنامه‌شون درباره طرد عبدالحسین آیتی ملقب به آواره از جانب عبدالبها توسط شوقی صحبت میکنن و این قسمت اولشه. آقا یک کمی وقت بذار، دقت کن،
شما سنی ازت رفته. آقای مهدی برومند زشته. حالا بشنوید، اول سوال میکنه پریوش خانم شما باور دارید که اینجوری و اینجوریه و اگه اینجوری خصوصیه نباید حتی به خواهر مادرتون بگید؟ دنباله بفرم باید بگه چطور میشه که میان تو جامعه تبلیغ میکنن، لابیسپازی میکنن، بعدن میگن که ما اقلیتیم، همه باید براشون گریه کنن که اقلیتن، ولی یکی بلند نشده بگه که مادر قوا مشکل ما نیست، خودتون دنبال کنه عباس افندی رفتین که حالا اقلیتین. درسته پریوش خانم؟ بنابراین دوست دارم شما یه جوابی به من بدید، چون روم نشد اول بگم شما باهایی هستین یا نه، اگرم باشین به خودتون مربوطه، ولی سکوت علامت رضاست. سکوت علامت رضاست، روش نشده از طرف بپرسه دینت چیه، ولی به اون دینه فوش میده. تازه الان روش نشده اینقدر فوش داده، اگه یکم روش بشه چه شود؟ خب بریم پیام بعدی. دانش متاسفانه این نوارات تایمش کمه. خدا رو شکر که تایمش کمه، اگه تایمش زیاد بود، وقتی زیاد بود چه میکردید شما؟ آقای مهدی برومند عزیز من، یکم برو همین کلاس بهایی ها برو اتیک ازشون یاد بگی، کلاس اخلاق دارن، اقلا یاد بگی مثل اونا تظاهر کنی با تربیتی. بفرما سر همه ما شما که هم مردن نمیترسی، پس چرا تلفنو البته ببرشین و ممکنه الان دم دست نیستی نمیدونی. واقعا ببین چقدر اینا دیگه روانی شدن، میگه شما که از مردن نمیترسی چرا تلفن مثلا جواب نمیدی، بعد میگه ببخشید الان ممکن دم دست نیستی. یعنی این خانم مثلا اگه توی کشور دیگه باشه 6 ساعت 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت با آقای مهدی برومند اختلاف زمان داشته باشه، باید همینجوری نشسته باشه حالا یا دم تلفن یا منظورش همین فیسبوکه و به مزخرفات ایشون پاسخ بده. آقای مهدی برومند اگه خواستی یه دفعه دیگه، این بار شما مهمون نیست، این بار میای برای مناظره. من میخوام ببینم تو مغز شماها که طرفدار پادشاهی هستی، مخصوصا تو مغز شمایی که رضا شاه رو قبول داری، محمد رضا شاه رو قبول داری، ولی این پسر عقب افتادش رو قبول نداری، ببینم چی میگذره که هنوز دنبال پادشاهی هستی. خب اگه پادشاهی خوب بود، دو تا پادشاه خوبم داشتیم که ادامه پیدا میکرد، پس یه مرگی داشته. بفرمایید صحبت کنید. ولی اکثر دوستای زاهدی از فیسبوک میترسن تلفن رو بردارن. ولی ببین شما، من اولی اشتباه کردم، گفتم رضا پهلوی، منظورم رضا شاه بود، نه این یکی نکبته. این تبلیغات چیه؟ بنیاد علویه و داره از مادرش حمایت میکنه. اینا خار شاه و گاییدن و ملت ایران با هم دیگه. بعد خمینی رو گوشتن جلو چشه ما که ما خمینی رو متنفر بشیم ازش، در اصلا که این باهایی های کسکش این کار کردن. اون فرقه روی پارسای جنده، اون امیر عباس هویده ها که خیلی هم مظلومانه مردم ازش چی میگن حضرت عباس ساختن که بیچاره مرد و فلان کرد و بیسا. خب لطفا بیان. خدا رو شکر که زمان چیز کمه، ولی بذارید من این آقای مهدی برومند رو به شما نشون بدم، یه تبلیغ مجانی هم باشه، شما هم برید روی فیسبوکش. چرا؟ بلکه این اقلن هرچی تعداد دوستاش زیادتر بشه، اون وقت مجبور کمتر به این اون فوش بده. مثلا اگر 300 تا دوست داشته باشه، 5 ساعت در روز به هر کدومشون یه دقیقه میتونه فوش بده، ولی اگه 30 تا داشته باشه به هر کدومشون میتونه 10 دقیقه فوش بده. دوستان اینها افرادی هستند که هنوز در قرن 21 در کالیفرنیا، در آمریکا، خارج از کشور نشستن، هنوز دنبال پادشاهی هستن. تا حرفشون هم میزنی میگه آقا پادشاهی مثل سوئد و مثل هلند و مثل فلان اینا. آقا اون هلندیه اون سوئدیه آدمه، مثل من و تو که نیست که. بفرما این آقای برومنده، میگه به من نگید برومند، ایشون برومندن. بفرم خب بریم سراغ نوشته ها. اجازه بدید من یک عذرخواهی کنم از دوستی که یه فیلمی برای ما فرستاد، اون دوست اون از خلیج فارس، و گفته بود بیا تو که سگ داری
ما گفتیم خب راجع به سگا هست و اینها نشون بدیم. وقتی نشون دادیم دیدیم یه پسری یه بچه‌ای از این نرده های خونهشون میره بالا، دوربین خونهشون هم داره فیلم برداری میکنه، تا میره اون پشت 3-4 تا سگ، اون سگای بیرون هم معلومه یعنی سگای وحشی هم که شب اون موقع یا روز اون موقع بیرون هستن، میان حمله میکنن اینا. ما خاموش کردیم گفتیم بابا این چیه، اینا چی نشون مردم بدیم اینا. ایشون نوشته آقا اگه صبر میکردی نه پسر تکه پاره میشه نه چیزی. در اصل اگه اونو پیدا کنم امروز براتون نشون میدم و نمیدونم، شاید من واقعا باید این ویدیو رو بشنم اول نگاه کنم. و من همیشه میگم بدون اینکه بخوام فیلتر کنم، میخوام مثل شما، من و شما همین الان نشستیم انگار که این آقام حضور داره، میگه آقا این سی دی رو بگیر، این دی وی دی رو بگیر، بذار توی این برنامه و نشون بده. در صورت اینم از این، حالا اگه پیداش کنم امرو براتون نشون میده. ولی یک ایمیلی فرستادن خیلی قشنگ توی قسمت سابجکت یا موضوع، نوشتن که شوخی نیست، در خود بدنه ایمیل نوشتن که در عربستان ادرار شتر را می نوشند و عقیده دارند خاصیت های دارویی دارند. 6 ماه قبل یک کارگر بنگلادشی را بازداشت کردند که ادرار خود را به جای ادرار شتر می فروخته. در این فیلم از کسی که پرتغال بیشتر میخوراند به شترهایش سوال میکنند چرا پرتقال به خورده شتر میدهی؟ جواب میدهد ماه رمضان است و میخواهم ادرار شتر را با طعم پرتقال بنوشم. آنها سیب بهش میدهند و میگویند ما ادرار با طعم سیب را بیشتر میپسندیم. اینو نگاه کنید دوستان. یه بار دیگه من در رابطه با ادرار حیوانات صحبت کردم، گفتم حتی آقای بهمن احمدیان که تو کارهای دارویی و پزشکی و اینها هستن و مدتها هم در این تلویزیون هم در تلویزیون ای2 هم در تلویزیون آپادانا برنامه داشتن، یه دفعه به من گفتن که من مجبورم برنامه ها رو تعطیل کنم چون دارم میرم هندوستان و یک فرمولی به اصطلاح داریم درست میکنیم که این ادرار گاوهای هندوستان رو در یک شیشه هایی بتونیم بفروشیم، چون هر کسی دست و پا و بدن و اینهاش زخم هایی داشته باشه که زخم ناعلاج باشه، وقتی این ادرار گاو رو به خودشون میمالن خوب میشه. و اگه دیده باشید توی هندوستان هم رسمه که ادرار گاو رو اونا به عنوان مقدس و اینها این کارو میکنن. در هر صورت دیگه خبری نشد، حالا با هم این فیلم رو ببینیم. ولی من رفتم روی گوگل زدم که آیا ادرار شتر رو نوشیدن فایده پزشکی داره، گفته بود نه، ولی این یه غلط مرسومه و بعضیا حتی میمیرن. خودتون گوگل کنید و ببینید. اینم از این. ببینیم حالا این دوستمون این فیلمو که فرستاده، ما هم اینجا برای شما تصویرش رو بزرگ کنیم چون فیلم خیلی کوچولو و نقلیه. میاد اینجا کمرای 3 اینا رو خاموش میکنیم. هستید اینجا؟ بریم ببینیم. پرتغال ها رو قاچ کرد و خاش درسته یه خاش. هذا مدير الجروب. اي هذا مدير الجروب. تعال نروح نشوف وش يسوي. يا مدير الجروب ليش تأكل الناقة برتقال؟ عشان احلبها كانت في رمضان. كل عام ورمضاننا من يدك. تانك من يدك الحب يصب. طيب خذ هذه. ليش؟ عشان تحلبها بكتير. خلاصه مطلب این دوتا میرن ازش میپرسن و اونم همین چیزی که این دوستمون نوشته که پرتقال میده به شترها چون میخواد که این بار ادرار شترها مزه به اصطلاح پرتقال بده، چون گویا تو بازار مزه سیبش هست، ایشون میخواد مزه پرتقال هم امتحان کنه. و اما نیوتن، اون کسی که فرمول و جاذبه زمین رو به اصطلاح پیدا کرد و میگن ماجرا از این بوده که زیر درخت سیب نشسته بوده و یه سیبی میفته و میخوره تو سرش، یه همچین ماجرایی، اون مثل آقای خمینی نبود که زیر درخت سیب در فرانسه بشینه و بگه که پدر مادران ما چه حقی داشتن برای ما
قانون اساسی انتخاب کردن و ما باید خودمون این کارو بکنیم. ولی وقتی پاش رسید به ایران، نمیدونم این خاکای دیکتاتور پرور چه حسنی دارن. تا طرف رسید اونجا گفت 30 میلیون هم بگن، اون موقع جمعیت ایران 35 میلیون، 30 میلیون هم بگن نه، من میگم بله. بریم ببینیم این آقای عرب یا این ماجرای اگر نیوتن عرب بود چی هست. این را هم یه نگاهی میندازیم با هم به کامرای 3 و بعد. هنوز توی تلویزیون های ایرانی این ماجرای آقای سعید کریمیان که کشته شده به اصطلاح دربارش صحبت میکنن، هر کسی یه نظری میده و یکی از دوستان میگفت که اینها مدیران و به اصطلاح صاحبان تلویزیون های لس آنجلسی خیلی خوشحالن که این فوت شده. گفتم قربون خودم که خر ندارم، از یونجه و کاه خبر ندارم. ما همین تلویزیون نقلی کوچولو رو با کمک شما دوستان داریم میچرخونیم و نه 50 تا تلویزیون میخواییم نه 60 تا میخواییم، همین یکی هم از سرمون زیاده. ببینیم با هم اگر نیوتن عرب بود چه اتفاقی میافتاد. دیگه اگر نیوتن عرب بود وقتی اون سیبه می افتاد پایین اینو می برد کات می کرد، تک تکش می کرد و میزاش روی سر قلیون رو می کشید. می دونید که الان این روش قلیون کشیدن ها دیگه مثل قلیون کشیدن مادر بزرگ و این های ما نیست و با انواع طعم های مختلف، یکیش گیلاسه، یکیش اینه، یکیش اونه و اینا هم دیگه همه اینا از بیکاری سرچشمه میگیره و قشنگن. در هر صورت بعضی وقتا هم احتیاج داریم وقتمون رو اینجوری بگذرونیم، مخصوصا جمعه ها. امروز چون جمعه هست ساعت 3 بعد از ظهر ممکنه با آقای اسلام شمس باشیم از کالیفرنیا. آقای اسلام شمس اصلش توی مریلند، اصلش که ایرانیه ولی توی مریلند به اصطلاح بزرگ شد و درس خوند و یه جوری همشهری ما حساب میشه، ولی بعد رفت کالیفرنیا و توی چند تا فیلم بازی کرد و کمدین هست و اینها و فردا شب یه برنامه‌ای داره که من آگهیش رو توی فیسبوک هم گذاشتم. دوستان شما هم اگر برنامه‌ای دارید میتونید از فیسبوک ما، از تلویزیون ما، از وبسایت ما استفاده کنید و اون برنامه رو به اصطلاح اینجا میگن پروموت کنید، تبلیغ کنید و برای دیگران هم بزن. باز همین دوستمون نوشته که وقتی به هم میهن افتخار میکنیم. دوست عزیز من اینو قبلا هم نشون دادم، این خانومیه که به اصطلاح استاد ریاضی هست و الان هم خیلی رسم شده دانشگاه های آمریکا، اصلا یه عده‌ای رو گذاشتن که برن این دانشجوهای ایران مخصوصا از اون دانشگاه های معتبر و خوب قاب بزنن بیارن اینجا، حالا یا با وعده و وعید. بله. Maryam Mirzakhani here on the right receiving her award from the South Korean President Park Geun-hye. خانم مریم میرزاخانی ما بهشون تبریک گفتیم، امیدوارم موفق باشن. ولی من هر وقت اینا رو نشون میدم بعد میگم خب ما که تا یه نفر یه جایزه میگیرن، ما دیگه توقع داریم هر جا میریم بنزین مجانی به اون بدن، اجاره خونه از اون نگیرن، پول آب و برق مجانی، چون آقا من هموطن این خانم هستم. اون ایرانی که با تبر زنشو میکشه اونم هموطن من و شما هست یا نه؟ اون جوونی ایرانی که توی کالیفرنیا وقتی همه رفته بودن سر کارش میره دختر کوچولوی همسایه‌شون رو ور میداره، بهش به اصطلاح تجاوز میکنه، بعدم میذارتش تو کمد تا بمیره، تا بعد مادرش میاد گویا یه همچیزی میفهمه که این پسر ایرانی دختر آمریکایی همسایه‌شون کشته، اونم ایرانی هست یا نه؟ ما باید اگه به این افتخار میکنیم از اون یکی بابتش خجالت بکشیم، به مردم اعلامیه بفرستیم که این جوون ایرانی بوده، من از شما عذر میخوام، باید چه کار کنیم؟ یکی بیاد به من بگه.
وقتی به هم میهن افتخار میکنیم که مهاجرت کرده باشد. ایشون قسمت دومش رو نوشته. سلام آقای فریدون عزیز، خیلی خوشحالم که با ما هستید. ممنونم که در حین برنامه هم نوشته ها و پرسش های اگه من دارم شما لطف میکنید و به اصطلاح کمک میکنید. ولی من وقتی برنامه آقای قربان‌علی حسین نژاد رو داشتم، چند تا از دوستان روی فیس روی اسکایپ از من سوال کردن. ببینید دوست عزیز، وقتی من دارم از اسکایپ استفاده میکنم که با ایشون در ارتباط باشم، از پاریس اینو به دستگاه بدم و فلان اینها، دیگه نمیتونم هی صفحه ایشون رو عوض کنم و بیام بخونم ببینم شما چیزی نوشتی. بهترینش اینه که شما در حین برنامه‌های زنده‌ای که ما داریم از اسکایپ استفاده میکنیم، حین برنامه‌های دیگه که من اصلا اسکایپ رو خاموش میکنم، در اون موقع با فیسبوک، با ایمیل، با تلفن تماس بگیرید. در صورت ممنونم، دو سه تا سوال و اینها بود که گفتم ببخشید من اون موقع با آقای قربان علی حسین نژاد. و اما کار نیکو کردن از پر کردن است. اینو ما اولین باری که یاد گرفتیم داستان اون بهرام گور و کنیزک بود و درباره این که چقدر پادشاه ها عادلن. حتما دیدید که رفت و نمیدونم تو شکارگاه هم که میدونی وقتی پادشاه ها میرفتن همه یه سری از این ور با بوق و با تنبک و نمیدونم با نغاره میزدن این حیوان بدبخت جمع بشه. حقیقتا اگه این شاه تفنگ روی درخت هم گذاشته بود، اون حیوان رو می آوردن جلو این، بعد شلیک میکرد و میزد. یا اگه تیر و کمان بوده با تیر و کمان. من یادمه برادر شاه می اومد دشت ارژنگ شیراز و دشت ارژنگ میگفتن اونجا شیر داره و میگفتن یه عده میرن دور بر، مخصوصا محلی ها که بلدن با چه صداهای شیر رو بفرستن اونجا، این آقا یه تیر بزنه بعدم بیاد شب بره عرق خوری با خانواده نمیدونم فروغ الملک و قوامی و فلان اینها که این آقا شق القمر کرده و شکار کرده. در صورت بهرام گور وقتی میره، حالا یا با نیزه یا با تیر کمون یا با شمشیر یا با تفنگ، با هرچ یه آهوی میزنه یا یه بره، یه شکاری رو میزنه، یه نگاه میکنه به همه پوز میده. یه بند خدای کنیزکی بوده، تازه از ده اومده بوده، هنوز لوری حرف میزده، ساده حرف میزده، دروغ نمیگفته، چاپلوسی نمیکرده. به این بهرام گور میگه خب کار نیکو کردن از پر کردن است. یعنی کسی که تمرین زیاد داشته باشه همین میشه دیگه، میتونه به هدف بزنه. در صورت که اگه این بهرام گور آدم بود، باید میگفت که بله شما درست میگید و دوستان کارهای خوب و بیشتر انجام بدید تا بیشتر یاد بگیرید. دستور میده این کنیزک رو ببرن سر به نیست کنه. اون وزیری که اینو میبره، وزیرای بدبخت همیشه مثل که کارشون این بوده که ببرن سر به نیست کنه اونایی که مورد غضب شاهان قرار میگیرن. اون وزیره میبرتش، میگه خب این دختر جوان که چیزی نگفته اینها، میگه ببین من تو رو نمیکشم، ولی توی همین طویله و نمیدونم توی استبل ما وایسا کار کن دیگه. اونم از خداش بوده، یه کنیز مجانی. خلاصه کار میکنه کنیزک توی اون استبل و اینها. بعد اونجا گویا یک گاوی حامله بوده، این گاو وقتی میزاد یه دونه گاوچه، یه دونه گاو بچه گاو، چیش میگن گوساله، اینجا گوساله و گاو و یه چیز دیگه هم هست کدل. و خلاصه اینجا سه چهار تا چی داره. بعد این که دنیا میاد، خب این باید از یه جایی میبردتش بالا، مثلا برسه به یه چیزی اینها، میذاشته رو دوشش میرفت و میمده. همینجوری که این گاو بزرگ میشه، گاوام خیلی زود بزرگ میشن، ولی این کنیزک چون هر روز اینو میبرده و میآورده، بعد اصلا معروف میشه که این کنیزک با این جسه، با این بدن کوچولو، یه گاو بزرگ رو میذاره رو دوشش و از این پله ها میره بالا یا از این تپه میره بالا و میاد. و اینها خبر میرسه به گوش آقای بهرام گور، میگه بگید بیاد این ببینیم رازش چیه. وقتی میارنش میگه من هیچ رازی ندارم، همونی که سالها پیش بهت گفتم، کار نیکو کردن از پر کردن است. حالا ببینیم این دوستمون که نوشته کار نیکو کردن از پر کردن است چیه. اینا رو والا من قبلا نگاه نکردم، بذارید ببینیم. بله اینجا چقدر این فیلم ها کوچولوه، چون همش با تلفن میگیرن و ایداد بیداد که از روزی که این تلفن ها شد همه چیز به غیر از تلفن
چه بدبختی سراغ من و شما آمد. بله ببین، بله ببینید مثل ماشین کار میکنه. یعنی این آناناس بهش میگیم دیگه، نه اینجا پاینپل بهش میگن. چجوری اونا دست به دست میدن، اینا ردیف میچینن و حالا هر کجا هستن کاری ندارن. ولی الان میگفت که کالیفرنیا با کمبود کارگر مواجه شده و فصل برداشت احتمالاً تمام میوه ها، تمام سبزیجاتی که درست کردن و زحمتش کشیدن حالا یا 6 ماه یا 1 سال به دست من و شما نخواهد رسید. به همین خاطر اونی هم که به دستمون میرسه قیمتش حالا 2 برابر 3 برابر نشه ولی گرونتر میشه. و اما سرخوردگی از روحانی و محقق نشدن توقعات برجام. ببینیم که این مقاله چی میگه. میگه سرخوردگی از روحانی و محقق نشدن توقعات برجامی. ببینیم که چجوری میشه این رو خوند و به این صورت. من امروز چون یکی از دوستان سوال کرده که وقتی داخل یه مجله‌ای، نشریه‌ای یه صفحه، یه مقاله خاص رو میخواییم بفرستیم چگونه میشه فرستاد، من این رو روی کامپیوتر نشون میدم تا شما هم اگر همین سوال رو دارید حداقل یه سوالتون پاسخ داده شده باشه. دوستان من رشتم برق بوده، کار کامپیوتر انجام ندادم و این چیزی رو که میدونم از کامپیوتر اینه که احتیاج و نیاز روزگار از سال 2000 و یا شاید هم 1990 و بله 1989 اینها شروع شد دیگه. از سال 2000 ایمیل و فلان و اینها خودتونم دیگه میدونید از چه سالی. بله مجبور شدیم هر روز یاد بگیریم. حالا یک کمی ممکنه از دوستان دیگه زیادتر بدونم ولی من همیشه اون چیزی رو که بلدم سعی میکنم به دیگران هم بگم. این دوستون اتفاقا نوشته بود چه به من یاد بدید چه ندید، من ممنونم. گفتم من عاشق یاد دادن هستم، شما که دوستم هستی، اونی که دشمنمه میدونم اگه یه چیزی یادش بدم ازش بر علیه من استفاده میکنه. تا حالا چندین بار این کارو کردم و بازم ادامه خواهم داد و نمیذارم بعد ذاتی اونها به اصطلاح من رو عوض کنه مثل خودشون بکنه. سرخوردگی از روحانی و محقق نشدن توقعات برجام. رسانه آمریکایی درباره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت در ایران مطلبی با این عنوان منتشر کرده است. ایرانی ها همچنان منتظر دریافت عواید برجام هستند. در گزارش بلومبرگ آمده است رای دهندگان سرخورده شاید روحانی را از ریاست جمهوری دوباره محروم کنند. خب این اصلا خاصیت ریاست جمهوری و انتخابات همینه که وقتی طرف اومد اگه به قولایی که داده عمل نکرد بذارنش کنار یه نفر دیگه بیاد. البته اشکال ریاست جمهوری هم همینه که اینا هر یه سری میان قول رو میدن میگن حالا چه دروغ چه بتونیم چه نتونیم ما رئیس جمهور بشیم سوء استفاده همون بکنیم، بعد تا اون موقع هم بالاخره دری به تخته میخوره و میره. میگه این رسانه آمریکایی، البته در گزارش خود همانند دیگر رسانه‌های غربی، تقسیم بندی جهتداری درباره آرایش سیاسی در ایران ارائه و شخصیت‌ها را به 2 گروه میانه‌رو و محافظه‌کار میگه میانه‌رو و محافظه‌کار و تندرو تقسیم کرده است. از نظر این رسانه طبقه متوسط شهری رو به بالا رو به بالا پایگاه رأی طبیعی حسن روحانی است، کسی که در جستجو برای پیروزی برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری ایران است. در این گزارش بر رقابت رئیس جمهور کنونی ایران با ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف به عنوان 2 رقیب اصلی او تاکید شده است. حالا بلومبرگ چی می‌نویسه و اینها من کاری ندارم، ولی بذارید، من دیروز یه جایی بودم باز با دوستان صحبتی شد و برای من واقعا شگفت‌انگیز بود که یه دوستی
که خودش مجاهد بوده حالا جدا شده و اینها، میگفت که شما نباید نظر داشته باشی. گفتم مگه میشه نظر نداشته باشی؟ شما تلویزیون‌های آمریکایی نگاه کن ببین چه جوری قشنگ اون میاد تو اون قسمتی که نظر داره نظرش رو میگه، وای میسه، بابتش ضرر میکنه، بابتش سود میبره. و ما چه جوری، من نمیدونم اینو، این چی میگفتن، تخم لق رو کی تو دهن ما ایرانیا شکونده؟ حالا چی بوده این تخم لق؟ تخمایی که تخمی که خراب میشد میخواست بشه جوجه یا گرم میشد بهش میگفتن تخم لق، وقتی هم میشکوندیش یک بو گندی میداد. در صورت حالا این تخم لق رو تو دهن ما شکوندن، نمیدونم، میدونید اونایی که زبونشون لکنت داشت اون موقع کوچولو بودن میگفتن باید تخم مرغ گنجیش کنین پرنده ها رو بهشون بدی، بیچاره اونا رو میرفتن تخم میذاشتن که بشه بچه و پرنده، اینا میرفتن و میذاشتن میدادن به این بچه‌ای که زبون باز بشه. وقتی هم زبون باز میشد اینقدر حرف میزد میگفتن ای کاش که به تخم مرغ خوردم یا تخم گنجیش نداده بودی. در صورت من نمیدونم اینو کی به ما یاد داده که گوینده تلویزیون سازنده یه برنامه نباید نظر داشته باشه. من اینو بارها توضیح دادم، اگر یه تلویزیونی مثل تلویزیون وایس آف امریکا، مثل تلویزیونی یه تلویزیون منو استخدام کنه بگه آقا شما بیا اینجا، ما از این صدای کتکلفتت خیلی خوشمون میاد، شما اینو بگیر بخون روزی دو ساعت بیا اینجا، ما بگیم آقا روزی دو ساعت دو تا 50 دلار 100 دلار یا دو تا 100 دلار 200، هر چی اونا نوشته باشن ما میخونیم. این میشه گوینده، این مجری نیست، این گزارشگر نیست، این برنامه ساز نیست، این گوینده است. یعنی یه کسی نوشته میدن دستش، این میگه، شما میشنوید، شما هم نظر میدید، بعدم میره خونش با این پول عرق میخوره، آبجو میخوره، در راه خیر کار میکنه، مهم نیست. ولی منی که اومدم تلویزیون باز کردم برای اینکه میدونم تو تلویزیون شاه اللهیان نمیذارن من حرف بزنم، خب برای که خودم نظر خودم رو بگم اومدم این زحمت رو کشیدم. اون وقت شما تو آمریکا به من میگی نباید نظر داشته باشی؟ آقا نظر دارم، اونم مجاهدینی که ما رفتیم براش وقت گذاشتیم، رفتیم تو تظاهراتشون، رفتیم توی جشنهاشون، رفتیم فیلم برداری کردیم، وقت گذاشتیم که موقعی کسی جرأت نمی‌کرده اسم مجاهدینی بیاره، این تلویزیون مردم بهشون وقت داده، روزانه برنامه‌شون رو پخش کرده. حالا سر چی بود؟ سر این که به من میگه شما چرا میگی رجبی مرده؟ گفتم من اولا هنوز نگفتم مرده، هنوز سوال میکنم. دو بار از آقای فیلابی سوال کردم، آقای فیلابی یه بار گفت ایشون رفته عقب که خانمش جلو باشه مطرح باشه. گفتم آقا این چه حرفی؟ اگه میخواست خانمش مطرح باشه میگفت این رهبر من میشم رئیس جمهور، این تعارف ها چیه؟ یه بار دیگه گفت که نه میدونی خب خیلی خطرناکه، دولت ایران مأمور فرستاده میخوان بکشنش. گفتم ای آقا عجب مردای ما داریم تو ایران، مثل این میمونه که شب دوز بیاد خونه شما، شما صدای خانمت بزنی بگی بیدار شو برو برو این دوز میخواد چیکار کنه، پس مسعود آقا رفته قایم شده که این بیاد. حالا گذشت و گذشت، بعد از 13 سال این آقای ترکی الفیصل دیگه حوصله‌اش سر اومد، دید بابا خانم رجبی دیگه داره پیر میشه، اینم داره پیر میشه و اینا، گفت بابا صبر کن خانم، مرحوم شوهر شما، این بیچاره های مجاهدن دست دادن. گفت آقا صبر کن، شما رجبی شنیدی ولی قبلش که من گفتم مرحوم نشنیدی، صبر کن. دوباره گفت که مرحوم شوهر شما، سازمان مجاهدین هم آمده میگه عرب ها کلمه مرحوم رو استفاده میکنن به عنوان احترام، یعنی من از امروز اگه میخوام با آقای رضا پهلوی احترام بذارم باید بگم مرحوم رضا پهلوی، اگه میخوام به خانم رجبی احترام بذارم باید بگم مرحوم خانم رجبی. من نمیدونم آقا اگه مرده بیان بگین مرده تکلیفش معلوم کنید، اگه زندن دستشو بگیرید بیاد حرف بزنه، اگه رو صندلی چرخدار نشسته صندلیشو هل بدید بیاد جلو. بعد دوست من میگه شما از جنبش فلان خبر دارید؟ میگم نه آقا، من اصلا جنبش منبشی نیستم، من اصلا این تیتیش مامانی نمیدونم ارتشا و ارزادی خواه اینا رو اصلا یکیش رو اومد تو دنیا نشون بده که موفق شده، هر کدومش اومده یه ارتشی رو انداخته یه دیکتاتوری رو کشیده پایین، خودش اومده از اون دیکتاتور دیکتاتورتر شده. بس سلام. خب بریم ببینیم تا اونجایی که میشه این دوستون چی نوشته. نمونه بارز گفته شما جناب سوربی
آقای مهدی فلاحتی است که به عنوان یک مجری اظهار نظر هم میکنه. خدا پدرتو بیامرزه. تازه اون حقوق هم میگیره، اون حقوق میگیره، باید اون چیزی که بهش میگن بگه، ولی بازم نشسته، چون اون موقع به عنوان گوینده نیست، اون موقع به عنوان مجری و برنامه ساز داره برنامه اجرا میکنه. ولی من تعجب میکنم این ملت نشسته میگه آقا شما به عنوان یک کسی که در رادیو تلویزیون کار میکنه. گفتم خب پس بگو آقا باید گاو باشم، سرمو بندازم پایین بچره. من گاو نیستم، از شما عذر میکنم. در هر صورت اینم از بذارید من این صفحه پیوند رو به شما نشون بدم و اونجا اگه بتونیم پیوند.ca. حالا چرا من پیوند رو، اون روز من توی صحبت هام گویا پیوند رو به اشتباه گفتم که کالیفرنیا. دوستان پیوند.ca از کجاست؟ از کانادا هست و نشریه خوبی هست. خانم شایسته الهامی هم مقاله میذارن اونجا، دوستان دیگه هم مقاله میذارن و ما رسممون اینه هر کسی مقاله نوشت فرستاد، ما به قول آمریکایی‌ها میگن پلاگش میکنیم. پلاگش میکنیم یعنی یه چیزی دربارش میگیم تا شما جذب بشی بری دنبالش. پروموت کردن میشه تبلیغ کردن. اون پروموت باید طرف یه پولی داده باشه تا ما براش بزنیمش رو فیسبوک، یه پولی داده باشه ویدیو درست کرده باشه تا بزنیمش روی ویدیوهای چیمون، چی میگن به اصطلاح ببخشید دوستان بزنید من این صفحه رو اینجوری درست کنم که شما اون بالاشم ببینید که من وقتی میگم کپی اگه میخواین بگیرید کجا و چجوری و اینها، اینجوری باشه. ببینید این صفحه کامپیوتر من که من هنوز تو قرن 21 سال 2017 موندم که چرا کامپیوترهای ما اینجوری مستطیله ولی این صفحه های وبسایت تقریبا هنوز مربع هستن. بذارید بله اینجا میبینید، اینجا آدرس اونیه که من نوشتم پیوند.ca. بعد اینم مجله شونه یا نشریه شونه. این نشریه رو شما وقتی میای کلیک میکنی این پشت میبره شما رو پشت این، مثل همون صفحه اولش که برق میزنید. حالا ببینید شما رو برد یه جایی به نام این PDF Portable Document File، یه چیزی اینجوریه. اینا میدونید که همه اینا اختصاره برای اون. و اینجا به من و شما نشون میده که این نشریه 40 صفحه هست، آدرسش اینه و الی آخر. اگر شما مثلا میخواین صفحه 28 این رو برای یه کسی بفرستید سب میکنید، وقتی این باز شد اینجوری میرید پایین، نمیدونم اینجا معلومه صفحه 3 4 5 6 همینجوری یکی یکی میرید بالا تا صفحه 28. حالا من وقتی این کار کردم متوجه شدم که این آدرسه عوض نمیشه، نشون میده اینها برای هر صفحه نیومدن یه PDF درست کنن، بلکه برای تمام نشریه یه PDF درست کردن و آدرسش همینه. شما کاری که میکنی ببینید، من ماوس رو میارم توی، به این میگن address box، میارم اینجا تا کلیک میکنم، این کلیک وقتی کلیک معمولی هست دیگه نمیگن left کلیک چون همش left دیگه، حالا اگه دست شما چپ و راست باشه عوض کردونید. بعد روی این اینجوری right کلیک میکنم، کاپی میکنم، میارم برای شما یا با فیسبوک یا با اسکایپ یا با ایمیل یا با هر وسیله‌ای می‌نویسم که مثلا مقاله خانم شایسته الهامی در صفحه 28 هست. بعضی جاها این آدرس رو وقتی میزنی خودش صفحه 28 باز میشه. حالا که اینجا هستیم، ما اون روز اون مقاله رو که خوندیم این بری رو ندیدیم، چون من هنوز سیستم به اصطلاح اینا رو نمیدونم چی جوریه. مثلا اینجا آقای رحیمیان آمده بوده تسلیت گفته بوده به خاطر فوت مادر خانم شایسته الهامی، خانم شایسته الهامی هم برای ایشون به اصطلاح تشکر کرده و نوشته که از همدردی و آگهی تسلیت شما و دوستان در پیوند به خاطر از دست دادن مادرم تشکر میکنم. در این شرایط سخت کلمات تسلی بخش و تسکین دهنده شما و دوستان برایم فوق العاده ارزشمند است و همکاری با شما موجب خوشحالی
با امید به ادامه این همکاری شایسته معینی الهامی. اینم از این. در صورت این مقاله رو خوندیم، ادعا میکنن کشتارهای خاورمیانه به ما ارتباط ندارد. بعد اینجا اینور هست، ترودو برادر مستأجر جدید کاخ سفید است. درست میگم ترودو؟ این راجب این نخست وزیر یا پرایم مینستر کانادا، میدونید که کانادا هم این شیخ و شاهش چیز دیگه هم خانم کوینه، و دیروز اعلام کرد که همسر کوین که بهش میگن دوک داره میشه 96 سالش و بالاخره گفته من میخوام برم کنار. رئیس نمیشه گفت، ولی توی عضو هیئت امنای بیش از 700 تا شرکت و جاهای، حالا ببینید من وقتی مسخره میکنم میگم این آقای اهورا خالق یزدی آمد یه دفعه گفت من 80 تا شرکت، گفتم آخه آقا 80 تا شرکت روزی 2 دقیقه باید وقت تو بذاری، میشه 160 دقیقه. این که نمیشه، ولی اینجوریه دیگه. متاسفانه اسمشونه که میذارن اونجا، یه ممر درآمد میشه و یه اعتباری میشه برای اون سازمان. خلاصه این آقا در سن 96 سالگی بالاخره تصمیم گرفته که این بچه عقب افتاده هست که میگن اون زن قبلی هم پرنسس دایانا رو به یه جوری این سر به نیست کرد، بعدم رفت با دوستش نه چی میگن معشوقه فاسق نمیدونم با اون که از خودش پیرتر و زشتره ازدواج کرد، گفته حالا این چند سالم بذار این بیاد هی با ننش بره این برون. و این وقتی میگم ننش دیگه، مامانش کوینه، اون پسره عقب افتاده میاد، حالا چه شود، حالا این دوک چه غلط کرده که اون بیاد دنیا رو. یه مقاله خوندم که آتش نشانا مامورای آتش نشانی لندن اعتراض کرده بودن که مثلا ما سالی 30,000 پوند میگیریم یا 40,000 پوند هرچی، یه چیز خیلی کمی، ولی خرج کاخ و به اصطلاح اون وزارت دربار و پادشاهی انگلستان اینقدر میلیون دلار در ساله. بعد اونا هم جواب داده بودن خب مثلا انگلستان هم 60 میلیون جمعیت داره، نمیدونم چند میلیون، 70 میلیون جمعیت داره، هر یه نفر یه دلار میده، شما چرا برای یه پوند چرا برای یه پوند اینقدر یقه پاره میکنی؟ ببین چجوری این پدر سوختا بلدن جواب بدن. در صورتی که تو اگه این 60 میلیون 70 میلیون پوند رو بدی به این ماموران آتش نشانی یا بدی به معلما، زندگی اونا ممکنه بهبود بخشیده بشه، به جای اینکه تو اینقدر کلا داشته باشی، گالسکه زرین داشته باشی، گارد داشته باشی، این چیزایی که هنوز بوق میکنن سرشون اینجوری میان میرن. من رفتم لندن دیدم پارسال همینجوری تو اون بازی های شاهبازی مونده. خب آقای آریانپور نوشته اگر بعضی از ما معنی واقعی فرهنگ غنی چند هزار ساله را نمیدانند، به برادران افغانی خودمون که آنها نیز مدعی نژاد اصیل ایرانی خود هستند توجه کنند. البته این نوع رفتار را من در 38 سال گذشته در اجتماعات سروران ایرانی خاصه در تلویزیون‌های مختلف کشور خارج کشور بارها مشاهده کردم. یه ویدیویی هست، البته نوشته میزه گرد افغانستان، ولی میزم همچین گرد نیست. این میزه گردم ماجرایی هست. ببینیم با هم که چه اتفاقی میفته توی این مناظره یا توی این گفت و شنود. ببینید شما یک کسر پیدا کردن؟ خواهش میکنم، یعنی فیلن اینا آمدن آقای امید باید میکنم یاد بکنم باز باید عدبانه آقای عدبانه ممتاز یاد بکنم و تو می از گلوبیدی جنایتکار همه این متحصیل تو پستی تو کسی پستی تو پایین تو جنایتکار هستی آقای ممتاز آقای امید، مردم چی میگن؟ مردم بیبوارن. آقای امید، جناب امید، 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 آ
خاک سرزمین خود دفاع کردن. نه حکومت جان جاسوس، نه حکومت جان خائن، نه حکومت جان جاسوس. در حالی که در حال بجا آقای ممتاز، سوالی که حالا سوال مردم چی هست؟ فقط زیر تر قلب در شخص جای دیگه. جناب ممتاز، جناب ممتاز، آقای ممتاز، سوال ما اینجا آقای خب تبریک میگم به دوستان افغانی که فرهنگشون از فرهنگ ما هم بالاتره و فارسیشون از فارسی ما بهتر. یکی از دوستان به من گفته شما راجع به ترامپ ایراد میگیری اینها، مخصوصا این قانون اوباما کر، نوشتن که چرا باید قوانینی که مهم بودن مثل اوباما کر مانند وضوعی باشد که خود شما گفتید بارها با یک بادی باطل میشه. ببینید دوست عزیز، اولا این اوباما کر نیست، اسمش هست افوردبل نمیدونم هلت کر یا همچیز. حالا چرا اسمش گذاشتن اوباما؟ برای که اوباما چند سال هی رفت اینو تصویب کنه و اینها. بعد این چرا رو که من نمیتونم جواب بدم، این چرا رو باید آقای جفرسون و نمیدونم آقای فلان و آقای واشنگتن و اینها بیان از قبل بیرون به من و شما بگن چرا. این قانون آمریکاست. این رئیس جمهور میاد، یه سری قانون هست که رئیس جمهور میتونه عوض کنه، یه سری هست که نمیتونه عوض کنه، یه سری هم هست که نمیتونه عوض کنه، با زور اون نمیدونم فلان عوض میکنه. اونو شما از من نپرسید، من چه میدونم؟ من که به شما بارها گفتم من نه مدرسه سیاست رفتم، نه درس سیاست خوندم، نه آدم پلیدی بودم که برم توی کار سیاسی وارد نیستم. ولی اینی که امروزم دیدید حتی میخواستن بذارن ترامپ کر، بعد دیدن خیلی اسم بد میشه، گفتن نه گذاشتنش امریکن هلت کر یا همچیزی. و دیروز آقای ترامپ با التماس و تهدید، میدونید که این اول التماس میکنه آقا بیا دیگه ما دوستیم امضا کن فلان آبرومون نره، وقتی طرف مقاومت میکنه تهدیدش میکنه، میگه اگه نیای من تو توییتر آبروتو میبرم و انتخابات آینده همین سال 2018 مثل که آینده انتخابات آینده باطل میشی. و این نماینده های مجلس چون آدم های خودفروشی هستن و فقط اومدن که اینجا مثل زالو به سیستم بچسبن، رفتن رأی دادن، اونم با یه رأی خیلی کمی 253 به 200 یه دو سه نفر فاصله داشتن قبول شدن. بعدم مثل این بچه ها دویدن رفتن وایت هاوس کاخ سفید عکس گرفتن که اصلا اینجا رسم نیست که مجلس ول کنه بره اونجا. هفته پیش که سناتورها رو سوار اتوبوس کرد برد اونجا گذاشتشون سر کار. اصلا بعدم حالا وایسی دود اونجا میگفت خب حالا من چه کار کردم؟ خوب بودم تا حالا؟ منی که تو سیاست نبودم؟ بله دیگه خوب بودم که رئیس جمهور شدم. اونا هم یه مشت پیر مرد عقب افتاده هه 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 هه. اصلا آمریکا واقعا من نمیدونم، هر امپراتوری دیگه 250 سال، 7000 سال، 3000 سال، 4000 سال، 5 سال، این آمریکا مثل که به 250 سال نخواهد رسید که امپراتوریش سقوط میکنه. و اگرم امپراتوری شده مال اون پولای حقوقای مجانی بودی که حق اسلیوای بردای آفریقایی و این دستمزدای کم چینی ها و بعدم من و شما که دلمون خوش با کراوات اومدیم اینجا، ولی حقیقتا این زنجیریه که اونا دستشونه. برده رو از صبح تا شب زنجیر نمی کردن، آزاد می رفت تو زمین پنبه و اینها می کاشت و برداشت می کرد و اینها، شب هم می رفت کنار طویله می خوابید. ولی شما خیلی وقتا هست که اگه این ماه پول نداشته باشید فردا یه طویله هم نیست. اتفاقا طویله بعض وقتا خوبه، گرمه، چون حیوانات هم اونجا هستن. در هر صورت دوست عزیز، من نمیدونم چرا باید قوانین رو. حالا من یه چیز دیگه از شما سوال میکنم، شما یه سوال دیگه ای رو با سوال از من میپرسی. این روش رو روش خوبی نیست، ادامه ندید. در اینجا هر چیز مبالغه و باور نکردین رو فیلم هندی مینامم. این دوستمون بله فیلمای هندی دست کم نگیرید. میدونید که صنعت فیلم هندوستان الان توی دنیا دومه، یعنی ما توی آمریکا داریم هالیوود، توی هندوستان داریم بالیوود یا بالیوود یا همچیزی.
و فیلم ساختن هندی ها توی ایران هم قبل از فیلم های ایرانی فیلم های هندی بودن اینها. بله این فیلم رو دیدم، خیلی از لحاظ تکنیکی از لحاظ ویدیو افکت اینها ضعیف هستن، ولی بالاخره فروششون رو دارن، دارن توی دنیا هم برای خودشون پول در میارن و وضعشون از ما بهتره. و اما این دوستمون برای من نوشته که شما از این کارا بلدی، بذارید یه ویدیویی رو گذاشتن من نگاه کردم، من نشونتون میدم دوستان، ولی این ویدیوها رو وقتی میبینید مخصوصا این روزها یادتون باشه این ویدیوها به کمک برنامه‌هایی که مثلا مثل فتوشاپ برای عکس هست، برای ویدیو هم این چیزا هست و میبینید که مثلا دو نفر دارن با هم مصاحبه میکنن، یکیشو ور میداره به جاش یه آدم دیگه میذاره، حالا این آقا وایستاده اینجا گوشی آیفون هم تو گوشه، تکیه داده به یه کامیونی به یه ماشینی، توپ فوتبال هم زیر پاشه، با هم ببینیم، ببینید از نظر شما این قابل قبوله، چشمبندیه. اینجا میگن ماجیک، ماجیک یعنی همون چی میگیم جادو و فلان. بیا خیلی ها هستن با این توپ فوتبال با توپای دیگه تمرین میکنن، یه خانمی هست با کفش باشن بلند این توپ فوتبال رو چنون این ور ور میچرخونه و میزنه و اینها، باز برمیگردیم به همون کار نیکو کردن از پر کردن است، ولی این دیگه از این وری به اصطلاح نمیشه، طرف پشتش به خیابونه، یه نفر داره راه میره، این بدونی که تایمینگشو بدون زمانشو بدون شوت میکنه میره. البته میتونن با تمرین با شمارش این کار انجام بدن، اون رژه های بزرگ شما میبینی موتورسیکلات از این ور میاد اون نمیدونم از اون ور میره یا این کارا، اینا همش با تمرین با شماره که مثلا 1 2 3 4 4 که میرسه اینجا این انجام. درصد ممنونم که فرستادید، ما برنامه‌مون رو پر میکنیم. خب این دوستمون هم برنامه قبل. و اما یک پناهنده اهوازی در هلند پس از بازگشت به ایران 6 سال حبس محکوم شد. دلیلی که من اینو میخونم و بهتون نشون میدم، میخوام سوال کنم از آسمان دیلی نیوز، شایدم یکی دیگه قبلا یقشونو گرفته و اینا ورش داشتن، که چرا اهواز رو با ه جیمی نوشتن، میگن ه حمال، ه دو چشم داریم ه جیمی داریم، و چون اونایی که به اصطلاح تجزیه طلب، نه خود مختاری ها نه فدرالیسم، اونایی که تجزیه طلبن و میخواستن اهواز جدا بشه بر برای اون نمیدونم شیخ دنبال شیخ خزعل و اینها، اونا اهواز رو نمیندیسن الف ه دو چشم، میندیسن الف ه جیمی. در اصلا میخواستم اینو بهتون نشون بدم که ورش داشتن. ببینید الان من اینجا دیدم و تعجب کردم که چرا این به اصطلاح نشریه آسمان دیلی نیوز این خبر رو نوشته. آیا اون طرف مال جنبش اهواز بوده؟ خب اگه مال جنبش اهواز باشه که بله معلوم میگیرن، اگه میای تو انگلستان و این ورور نشست میذاری با عربا و با این و اون صحبت میکنی که بله جدا کنیم ما فلان میکنیم، وقتی برمیگردی. من به یه نفر اون روز همینو داشتم میگفتم، گفتم دوست عزیز توی آمریکا میبینی من میتونم فوش بدم به ترامپ، شب تلویزیونا رو بگیرید ببینید چقدر فوشش میدم، ولی اگه گفتم میخوام حکومت این رو بریزم پایین، یکی ازم پرسید چجوری بگم آقا میخوام مثلا با ماشین برم بزنم ماشینش، فوری FBI و CIA و پلیس میاد منو میگیره. این اگر یه حکومتی تو ایرانه یه نفر میگه من میخوام براندازی کنم، این همین احمق رضا پهلوی بلند شده بود با یه وکیلی رفته بود هلند برن چلو کباب بخورن، بعد میگه من خامنه ای رو میخوام ببرم دادگاه، اصلا این نمیفهمه، تو شخص رو نمیتونی ببری دادگاه لاهه، دادگاه لاهه برای کشورها هست و اینا بمانه. بعد رفته بود یه سازمانی رو به ثبت رسنده بود، بعد بهش گفتن تا اگر اسم براندازی رو بیاری اون کشور نمیتونه این سازمان رو به ثبت برسونه، چون اگه اون رو به ثبت برسونه انگار با شما
هم دست و هماهنگ شدن بر علیه دشمن، بر علیه آخوندا. آخوندام که توی سازمان ملل پرچمشون هست، توی کشورها اسمشون هست، رسمی هستن، دیپلمات این ور اون ور دارن. ما بلد نیستیم، بلد نیستیم. خب ساعت 2:57 دقیقه است، من هنوز منتظر آقای اسلام شمس هستم که ایشون از طریق اسکایپ به من چیز کنه، به اصطلاح کانتکت ریکوست، درخواست کنه که اسمش رو اسکایپ باشه یا اسم ما رو داده باشه به اسکایپ خودشون که ما بتونیم با اسکایپ صحبت کنیم. متاسفانه بعضی از این دوستان مثلا اگر از طریق SMS با هم صحبت میکنیم، بعد بهش میگیم آقا من باید یا از طریق اسکایپ یا از طریق فیسبوک یا از طریق ایمیل یا از طریق تلفن، دیگه ارتباطمون قطع میشه، چون ایشون اون راحتش، اون به اصطلاح براش راحت هست. نمیخوایم یک قدم، نمیخوام بگم آقای اسلام شمس اینجوریه، ممکنه کاری چیزی داره. در هر صورت من اگر خودشون تا 2-3 دقیقه دیگه زنگ زدن و تماس گرفتن که با ایشون خواهیم بود، 7-8 دقیقه صحبت بکنیم، اگر نه فردا شب یه برنامه دارن که من براشون به اصطلاح اینجا پلاگش میکنم و نشون میدم. خب ببینیم که این چی نوشته، نمیتونم بخونم، خوشنگیه چیه، نمیتونم. در این طرف همه حتی ایرانیان از فریبکاران و ریاکاران و معتدلین حمایت میکنند. مثلا در فرانسه اوباما دخالت میکند و توصیه میکند که مکرون کیه میخواد، دو نفر قبول شدن، یکی اون خانم لومپنه لپون، یکی شمی مکرون، بعد اوباما طرفدار اینه انتخاب کنید، نمیگوید انتخاب را تحریم کنید بکنید، و تازه این کار اوباما دخالت هم حساب نمیشود، ولی در ایران از این طرف میگویند که تحریم کنید. نتیجه ببینید دوست عزیز من، من واقعا نمیدونم از موقعی که ترامپ آمد، شما حالا میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، شما اصلا یه شخصیت جدید پرخاشگری پیدا کردید. چرا؟ اوباما الان یه آدم شخصیه، یه آدم شخصی نظر داره، منافع خودش رو داره، فکر میکنه که فرانسه اگر اون آقای مکرون باشه نمیدونم فلان بهتره، دخترها من میخوام برن اونجا درس خونن بهتر. حق داره نظرشو بگه. شما چرا به یه آدم شخصی تو آمریکا میگید این باید نظر اینجا؟ شما یه جنبش راه بنداز، یه جنبش راه بندازید، نه به رای دهندگان نمیدونم فلان. یا برای من نوشته بودید که اینها تظاهرات را میندازن، میگم منظور شما از اینها یا آنها این سوم شخص کیه؟ شما مثل آقای حخاب اون حکومت 300 نفر اون بالا تو آسمون ها، فراماسیون ها با کلنگ و با ماله و با نمیدونم تراز و اینا کیه؟ بعد شما میگید خب چرا اینها تظاهرات برای انوایرمنت را میندازن ولی تظاهرات برای دلش نمیخواد؟ شما برای یه تظاهرات را بنداز، شما یه جایی رو باز کن، تظاهرات اگه بتونم پیدا میکنم اونو. در اصل نوشتن یک بام دو هوا و آمدن یک دهوچیگر و برگشت به زمان بدتر از احمدی نژاد، این نظر شماست. بله من درباره داماد این ترامپ احمق نوشته بودم که من بی صبرانه منتظرم که اون آقایی که هی میگم این هلری رو باید بندازیم زندان، الان خودش پاش رو پوست گردو آقای مایک فلین و ممکنه زندان بره. حالا امیدوارم این جرد کوشنر داماد یهودی ترامپ هم یک کارایی کرده که غیر قانونیه و اگر برن دنبالش ممکنه به زندان بکشه. ولی اینایی که میرن اون ردیف بالا میشن مافیا، با هم دست دارن. مثلا میگه حالا بابا اشتباه کرده یه پشت دستی بهش بزنیم، 2 سالم میگیم نمیدونم معلق، چی میگن زندان معلق، ولی زندان نره. گفتم من نمیتونم، یعنی بی صبرانه منتظرم که این یهودی جوون سفید پوست بره تو زندان آمریکا. دوستان باورتون میشه توی آمریکا از هر 100 نفری 3 نفر تو زندانن؟ از هر 100 تا آمریکایی 3 نفر تو زندان. بعد ایشون نوشته بود که والا داماد ترامپ بچه خواهر من که نیست، که به هر جهنمی میخواد بره، ولی انکار مسائل درد ما را دوا نمی کند.
دو سه روز پیش در تلویزیون سی تی وی یک حقوقدان میگفت که امکان استیضاح ترامپ وجود ندارد و دو سه سالی طول میکشد و پروسه طولانی و سختی دارد. پس این جمله غلطه. پس امکانش هست، طول میکشه تا استیضاحش کنه. امکانش هست، اتفاقا دنبالش هم هستن، ولی خودشون هم میدونن که طول میکشه. بعضیا به خاطر هم میگن آقا بذارید یه دورش بره، ولی نمیدونن این از همین الان داره تبلیغ میکنه برای دور دوم. آگهی های سال 2020 رو الان داره پخش میکنه. مثلا سی ان ان گفته با ما همچین آگهی پخش نمیکنی. حالا صحبت از آگهی که شد، سراغ ایمیل مینا خانم هم توی اروپا میری. بعد ایشون نوشته پس باید دندان طمع را از این مسائل پیش بر افتاده کشید. قربون شما برم، استیضاح یا آدم شیا دروغگو مسائل پیش پا افتاده است. بعد کسی که دنبال قانون هست میگه این قانون رو شکسته باید استیضاح بشه، این دندان طمع است. اینه که من میگم شما پرخاشگر شدید، ممکنه استپ با استپ جلو میرید، خودتون متوجه نمیشید. ببینید منم نمیخوام به شما نصیحت کنم، منم همینجورم. منم یه جایی، من دیروز وقتی با این دوستم صحبت کردم، بعد که اومدم گفتم آره ما رفتیم با هم دیگه دو ساعت بشینیم جوک بگیم و بخندیم، اصلا من چرا همچین صحبتی کردم؟ رجبی رو چرا آوردم اونجا؟ رجبی رو اگه میتونم بیارم از تو سوراخ بیرون باید بکشم بیارمش توی تلویزیونی. ولی آدم متوجه نمیشه، مثل معتادیه که روز به روز معتاد میشه، نمیفهمه. حتی اطرافیانش، نزدیکانش خیلی خوب متوجه نمیشن. اونایی که یکم دورتر هستن مثل من، هر از گاهی طرف رو میبینه یادم میره وزنش کم شده، اعصابش داغون شده، دندوناش ریخته، اینجوری شده، چرت میزنه، میگن آقا معتاده. خلاصه پس باید دندان طمع را کشید و روی مسئله ضد جنگ انرژی ها را گذاشت. خب جنگ که این داره جنگ افروزی میکنه. امروز میاد میگه کره بله دیگه جاش خیلی خطرناکه، میریم میزنیم. فردا میگه که من افتخار میکنم اگر این عقب افتاده دیکتاتور کره قبول کنه با من ملاقات کنه. بعدم میاد توضیح میده، میگه یه پسر 26 ساله بوده، وقتی اومده همه میخواستن داغونش کنن، قدرت رو بگیرن، ولی خب اینم دیگه مثل بچه پرروایی تو خیابون زده اونا رو داغون کرده و خیلی آدم زرنگیه. این آدم تعادل روحی و فکری نداره، این مغزش اشکال داره. شما این رو نمیخوای قبول کنی؟ نه. ببینید مردم را به تظاهرات وادار کرده. من میگم چه کسی مردم را به تظاهرات وادار کرده؟ خانم هنرپیشه مال هالیوود، خانم هیلری کلینتون. خب اینا طرفدار دارن. اون کیه؟ لئوناردو نمیدونم چیز، هنرپیشه مال فیلم تایتانیک. اینا طرفدار دارن. شما نمیتونی به اون بگی که بیا برو برای منی که برای اون چیزی که من میخوام، باید یه فکر دیگه بکنی. این گراس روت موومنت ها رو باید یاد بگیریم. ده تا رو بگیم. من سال 2001 به این جبهه ملی گفتم بابا جون هی هر روز از همون آدمای پیر و اینا نیان اینجا. وقتی هم یک میگه آقای فلانی چی شد، میگه مریضه، دو هفته دیگه میگیم نه خوب شد، میگه نه مرد. هر کدومتون هر دفعه که میان یه نفر رو با خودتون بیارید. بعد ببینید امروز اگه 15 تا نشستیم اینجا، هفته آینده میشه 30 تا، هفته بعد 30 تا مون دوباره میریم یه نفر میاریم میشه 60 تا. تو ریاضی بهش میگفتن تساعدی، میره بالا. چی میگفتن؟ بلد نیستم اینو، یادم رفته، بلد بودیم. خب در صورت ببینید مردم را به تظاهرات وادار میکنند. دموکرات ها خوشحالن که با نام جمهوری خواهان طرحی عملی میشود که خواست آنها هم هست. کدوم تر؟ جمله رو درست من دارم میخونم. دموکرات ها خوشحالن که با نام جمهوری خواهان طرحی عملی میشود که خواست آنها هم هست. این خانم پلوسی چیه؟ نانسی پلوسی میگه این کاری که شما ریپابلیکن ها کردین داغ ننگیه که مثل خال روی پیشونیتون خالکوبی میشه. این دموکرات ها خوشحالن. شاید من و شما داریم راجع به دو تا کشور مختلف صحبت میکنیم. بارها از شما دعوت کردم، بهتون گفتم من حوصله نوشتن و حوصله خوندن ندارم.
خوشحال میشم با دوستان مناظره صحبت کنم یاد بگیرم. شما قبول نمیکنید، شما مثلا ارزش من و ما با گفتن مسائل چیپ و کوچک پایین میآید. بله خیلی ضرب المثل هم داریم که نمیدونم بزرگش ندانند آن که بزرگان رو فلان برد، ولی مگه میشه؟ خود منم میگم تو خیابون اگه یه مسی بهتون فوش داد شما وای نسید فوش بدید برید دنبال کارتون، ولی یه وقت هم دیگه میگی آقا چند بار من از این خیابون رد بشم و چند بار این مس به من فوش بده، بذار یه بارم یه مشت بزنم تو صورتش تا دیگرانم یاد بگیرن که این مردک نباید بهش احترام گذاشت. باید اگر دهنش واز کرد عربده کشید با یک کفشی با یک مشتی با یک کتابی بزنیم تو سرش. در اینجا یک سناتور سیاه‌پوست است با یک دختر 16 ساله ارتباط جنسی برقرار کرده و خودش هم قبول کرده ولی حاضر نیست کنار برود. بله این اونجاییه که قانون کم میاره. شما همین دادگاه کوچولوی خانم جاد جودی رو ببینید، به طرف میگه که ببین من دلم برای تو میسوزه، حقم تو داری مورالی، ولی قانون میگه این قانون تو این چارچوب اینجوری هم خط میکشه میگه تو این چارچوب این قرارداد قانون اینو میگه. اون پدر سوخته سناتور مار خورده افعی شده از قانون داره استفاده میکنه. حالا اگه سوء استفاده میکنه نباید یه کسای پیدا میشن یقشو بگیرن اینها. وقت شما چه میگی سراغ سناتورها؟ این وودی آلن هست که چقدر ما دوستش داشتیم وقتی دانشجو بودیم تو ایران بودیم اون فیلماشو میدیدیم. این مردک با اون چی بود خانمش اونم اون افشو رفتن یه دختر کوچولو رو آوردن اداپت کردن. اداپت کردن یعنی اینو چی میگن قیمومیتش قبول کردن، سرپرستیش قبول کردن، عین دختر خودشون اسم و فامیل خودشون اینجوری میذارنش. بعد خانمه فهمید که این با اون دخترش رابطه داره، بعدم جدا شد، بعدم وودی آلن گفت خب حالا صبر میکنم 18 سالش شد ازدواج کنه و کرد و الان زنش. درد اینها نیست، درد وسعت دادن جنگ است که باعث می شود مسائل این چنینی به چشم نیاید. نگاه کنید با جنگ چه تجاوزها چه کشتارها صورت می گیرد که ماها خبر نداریم. بس یا بازم بنویسم؟ بس قربانت همین من بس. گزارش صدا و سیما از روستای بنیز، تنها روستای بدون بیکار و بی سواد در کشور که از شبکه یک روی آنتن رفت. فکر نمی کنم اینو بهتون نشون بدم. این همه اخبار و گزارش های بد می بینیم از ایران، اگر یه گزارش خوبی هم می بینیم این رو ما واقعا بدهکاریم به اون مملکت به مردم که اون رو هم به شما نشون بدیم. با هم ببینیم این گزارش رو که از تلویزیون اخبار شبکه یک ایران پخش. تنها روستای دانشگاهی کشور بدون بیکار، روستای بنیز در 45 کیلومتری تبریز در دل کوه میشو اولین روستای کشوره که نه بی سواد داره نه بیکار. بنیز دانشگاه هم داره. روستایی به نام بنیز 1500 نفر جمعیت داره، یه روستای آباد که تمامی کوچه ها و خیابوناش آسفالته، تمامی امکانات اولیه زندگی رو هم داره، حتی بانک هم داره. اما بنیز یه تفاوتایی با بقیه روستاهای کشور داره. یکیش اینه که اینجا اولین روستاییه که دانشگاه داره. اینجا هم دانشگاه بنیزه، دانشگاهی که فعالیتش از سال 83 شروع شده و حالا هم حدود 2000 دانشجو داریم در 15 رشته مقطع کارشناسی. این دانشجو همش مال بنیزه یا جای دیگه هم؟ نه از کل استان و شهرهای همجوار در این دانشگاه مشغول تحصیل هستن. داشته سال چند؟ سال سوم. چه رشته؟ شیمی. از کدوم شهر اومد؟ شهر تبریز. از کدوم شهر اومد؟ از تبریز اومد. هزینه ساخت این دانشگاه رو اهالی بنیز دادن، اونا این دانشگاه رو تجهیزم کردن. بنیزیا آدمای خیلی خیری هستن و علارغم این که دولت خدمتگزار در این روستا کارهای زیربنایی انجام داده است، اما همه این کارها با مشارکت و پیشقدمی خود بنیزیا بوده. یه تفاوت دیگه این روستا با سایر روستا هم در اینه که شما نمیتونید حتی یه بی سواد هم تو بنیز پیدا کنید، چون خوشبختانه مقطع بی سواد اینجا به نقطه صفر رسیده. در این راستا خب هنرستان فنی حرفه‌ای داریم که از تمام شهرستان و روستای استانم برای تا
اصل علم یعنی اینجا؟ این همون هنرستانه، یه هنرستان شبانه‌روزی دخترانه که بنیسی‌ها ساختن و تجهیزش هم کردن. اما یه تفاوت دیگه روستای بنیس با سایر روستاها حتی شهرهای کشورمون اینه که در بنیس کسی بیکار نیست. در سال 1383 خب دیگه فکر کنم همین خبر خوشحالی بسه. دیدید دوستان یه امایی گفت، اون امای خیلی جای فکر داره، گفت که درست دولت یک کم کمک های نمیدونم اینجوری کرده، اما مردم این روستا خودشون، حالا اسمش خیره نمیدونم اسمش هرچی که بگید، ما اگر میخوایم کاری بکنیم باید این کار انجام بدیم. و الا هی ویدیوهای مجاهدینی که ساختن، مجاهدین بدبختی که 50 سال 120 هزار تا کشته داده، 30 سال تو عراق سرگردون بوده، حالا اومده تو آلبانی، توی آلبانی پنجره ها رو بسته خودش رو زندانی کرده، اون برای شما چه کار میتونه بکنه که اون ویدیو بسازه شما برای من بفرستی، من بخندم برای اون بفرستم. بذارید ببینیم این آقای چیز شاید از طریق تلفن تماس گرفته باشه، چون شماره تلفن های ما میاد اینجا. نه خیر، ایشون احتمالاً یه جایی گرفتاره، یا روزا رو قاطی کرده یا ساعت 3 و 12 ظهر و اینها رو قاطی کرده و الا آخر. در هر صورت نمیدونم، من براشون نوشتم 12 ظهر به وقت کالیفرنیا که میشه 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک. حالا ما کار خودمون انجام میدیم، تا 3:30 صبر میکنیم، اگه ایشون تماس نگرفت اون وقت 3:30 ما میریم سراغ آگهی ها. یکی آگهی خودمون آقای ستار فردا شب اینجا در سالن زیبای چری بلاسم پی استرلینگ برنامه اجرا میکنه و تیکتش هم هست، عکسش هم بهتون نشون میدم و اینها. و آقای اسلام شمس هم فردا شب توی محلی توی کالیفرنیا که میخواستیم صحبت کنیم 3:30 نشونتون میدیم. و 13 ماه می هم روز مادر باز یه برنامه هست که اون را هم آگهیشو بهتون نشون میدم، ساعت 3:30 دقیقه. و اما این دوستمون نوشته بود که این ترامپ به زودی دنیا خواهد فهمید که این چه آدم روانی هست. بله، میگه که چرا بهش میگن روستا، جایی با این امکانات دیگه روستا نیست. من فکر کنم از لحاظ جمعیت اون وقتا یادتونه میگفت فرماندار نمیدونم ده بخش، فکر کنم اینا از لحاظ چیز هست، به تعداد جمعیت باید اینجوری باشه. و این هم این مشنگی یا هوشنگی چیزی نوشته، چه میشه کرد، این هم از امتیازهای آقای ممتاز است. من اصلا نمیدونم آقای ممتاز کیه. آها، بعد ایشون نوشته که رساله خمینی را ترجمه کردم، به زودی دنیا خواهند فهمید این چه دیوانه روانی بوده. آها، من فکرم راجع به ترامپ میگی. رساله خمینی مگه به فارسی نیست؟ شما فارسی رو ترجمه کردید؟ چون ما اینجا اینقدر زحمت کشیدیم 2 کلمه انگلیسی یاد گرفتیم که ببینیم اینا چی میگن، حالا این ترامپ به یه زبونی حرف میزنه که خود آمریکایی هم نمیفهمن، خودشون هم دوستاش میگن وقتی یه چیزی میگه به گفتش توجه نکنید، میگیم چیکار کنیم، به مغزش توجه کنیم، تو مغزش هم که چیزی نیست. در اصل نمیدونم این آقای بهمن آخوند، خب کسی که بهمن جان با اسم اینجوری میاد، بعد آهان این چیز دیگه میشناسمش بابا، این آقای بهمن نصیریه که آها عکسش که دیدم عکس قشنگی هم درست کرده، چرا الان روی مردم تیوی گذاشتی بهمن آخوند؟ آها یه ویدیوی ساخته بود ما پخش کردیم، بعد حالا اینجا ایشون یه فیسبوک درست کرده، بذار بهتون نشون بدم، ولی اومده عکس ما رو برداشته. خب من بعد از همین اعتراض میکنم به فیسبوک، میگم آقا این عکس منو چرا گذاشتی اینجا، عکس خودش اینه، یه فیلمی هم ساخته بود و کارگردانی و تهیه کنندگیش و اینها، و اینم عکس خودش که خیلی قشنگ درست کرده. من اول نگاش کردم فکر کردم آقای کروبیه، ولی الان دیدم که این همون دوستمون آقای بهمن نصیری است که به اصطلاح اینجا نوشته بهمن آخوند. آقا بهمن خوشحال میشم که بیای باز در برنامه ها
با دوستان صحبت کنی، ولی این کاری که اینجا کردی، این عکسو گذاشتی مردم تیوی پرزنت، این درست نیست. یعنی مردم تیوی تقدیم میکند ملا بهمن، نه مردم تیوی نه ساخته اونو، در سرای ما درست نکن. جناب سوربی، ممتاز همان پرخاشگر افغانی بود که با همتایش دعوایش شد. آه خیلی ممنون، خیلی ممنون واقعا که اینو گفتی، و این نشون میده ما که اینجا نشستیم چقدر مغزمون بعضی وقتا درگیر این مسائل میشه. خود من وقتی داشت ویل ویدیو رو نشون میداد، هی میگو آقای ممتاز آقای ممتاز، میخواستم بگم این تازه ممتازشه اینجوریه، اگه ممتاز نبود چی میشد؟ ولی ببینید چون اون میره بعد میاد، بعد من نگاه میکنم میخونم، مرسی که هستی و به این میگن ریل تایم، یعنی درست تایم واقعی شما به من جواب میدی. اینجوری نیست که من اینجا بنویسم فردا شما جواب بدی. مرسی. نمیدونم کجا هستی، ولی توی آمریکا میگن تو تامز اپ، یعنی دو بار موفق باشی. چی بگیم بهتون؟ اگه میتونید حمایتم بکنید. خب بریم سراغ یه نوشته ای هست از آقای مهرداد، اگه اشتباه نکنم بذارید اینو قبلا بهتون نشون دادم. حالا این رو این دوستمون گفت که آیا قرآن کتاب آسمانی است، و 13 صفحه یه مقاله رو نوشته و گردآورندش هم مهرداد سهرابی. نمیدونم چرا هر وقت این میاد من فکر میکنم مهرداد آسمانیه. من یکی از دوستان این مقاله رو به صورت عکس در آورده که بشه روی فیسبوک گذاشت، و یکی دو ساعت دیگه این رو نصب میکنیم، چون ما دو هفته پیش بود برای ایشون این مقاله رو گذاشتیم، بعد خیلی از دوستان اومدن گفتن آقا اینه که گذاشتی وقتی ما میزنیم ما رو میبره توی ایمیل شما. در هر صورت این رو هم بذارید ما اینجا عوض کنیم، بیایم در تلویزیون جهانی 24 ساعته مردم، و اینجا این لینک رو هم بدیم تقدیم کنیم به دوستان در کانون آوا. دوستان امروز برنامه کانون آوا رو از آرشیو تلویزیون مردم هم میتونید ببینید. این هم از این. و بله، مهداد سهرابی. و اما آقای سیروس دولتشاهی یک لینکی رو برای من فرستادن که میدونید یک کتابی رو آقای جیمی کارتر رئیس جمهور زمان انقلاب ایران نوشته بود به نام فلسطین صلح نه نجات پرستی. این اپارتاید یعنی مثل تجزیه کردن، مثلا کلمه اپارت یعنی جدا کردن، ولی وقتی یه جور میگن اپارتاید هست، مثل آفریقای جنوبی بود اون موقع دیگه، نه این یعنی سفید و سیاه و حالا همین نجات پرستی یا هر چی دیگه که اسم میخوام بذارم، خودتونم میدونید من چی میگم. در صورت این کتاب لینکش رو ایشون فرستاده، ولی دوست عزیز درسته که این کتاب مجانیه، ولی میگه اگه میخوای باید بیای عضو بشی، بعد اگه عضو شدی این کتاب و مجانی برداشتی، بعد میگه ماهی 15 دلار باید بدی. من چیزایی دارم که خودم این نوارای آدیوبل یا به اصطلاح گویا رو گوش میکنم و تو رادیو تو مسافرت و اینها هم راضیم، ولی از اینکه شما زحمت کشیدید این فرستادید بسیار ممنون و متشکرم. خب از حسین نژاد هم بگذاریم، یک پناهنده اهوازی هم بگذاریم و این رو هم خوندیم. و بعد این دوست رو نوشته در این طرف همه، نه همه نیستن، شما باز این جمله رو با وجودی که اینقدر قشنگ جمله ها رو می نویسید، نه این جمله رو اشتباه نوشتید، همه قدر مطلقه و هیچ چیزی ما نداریم که قدر مطلق باشه. مشکل تمام مسئولین دوستان میدونید چیه؟ منم نمیدونم چیه. بذارید اینو باز کنیم، فکر کنم اینجا یک عکس، میدونید میگن یک عکس گویاتر از هزار کلمه و سخنه. این توضیح میده، میگه مشکل مسئولین ما اینه که طرف یه الاغ ها، الاغ بد نیست، ولی توی آینه که نگاه میکنه یه یونیکورن میبینه، یه اسب پرنده، اسبی که هم شاخ داره
هم پرنده است همین. و میگه اینه مشکل ما. و اگه یادتون باشه یه دفعه من یه عکس نشون دادم، میگه مشکل ما ایرانی ها اینه، یه پیرمردی با یه پیرن پاره‌ای وایساده بود داشت توی آینه مثلا میخواست ریش رو بزنه، اون وقت خودش رو کوروش میدید، بعد اصلا بلد نیست کوروش کی بوده، چه کار کرده، چه سالی دنیا اومده، چرا، کدام واقعی تاریخی را مرور کنیم، کجای این مزخرفات راست است. اتفاقا اون دوستی که نوشته بود آقای مهدی فلاحتی، این آقای تیمسار آریانپور در رابطه با همین برنامه آقای مهدی فلاحتی گفته که آقا این یه ویدیویی میاره میذاره اون آخونده که یه چیز مزخرفی گفته، حقیقتا اینا الان شدن بلندگوی آخونده. اگر من و شما ندیده باشیم اینا میکشور میکنن که ما اون مزخرف رو میبینیم و میگه که اجازه میده چنین اراجیفی را از تلویزیونش پخش کنن. ما در قرآن 21 ما در قرن ببخشید ولی نوشتید قرآن در قرن 21 هنوز آمار قابل قبولی از جمعیت ایران، تعداد مساجد، تعداد ملایان و نداریم، پس چگونه در آن زمان تعداد 600 هزار را به دست آوردن؟ این مجری برنامه سخن آخر چه چیز را میخواهد ثابت کند جز این که میخواهد ثابت کند ما ملت ایران چقدر بیکار هستیم که برای پر کردن وقت خود دلمان را به شنیدن این مزخرفات خوش کرده ایم. همونی که من گفتم، اینا حقوق میگیرن و میخوان من و شما رو سرگرم کنن، من و شما میایم سرگرم میشیم، نمیخواین برید توی کتابخونه، نمیخواید برید اون کانالایی که دیگه امروز هیچ عذری موجه نیست، برید اون کانالایی که راجب کهکشان ها هست، کانالی که راجب دانشهای اخیره، کانالی که راجب چیزای پزشکی جدید هست، اونا رو نگاه کن. و فیلم هم اینقدر روی اینترنت هست که نگو و نپرس. میگه وقتی خواهم گفت معیارها بدون دخالت انسان در مغزش جا میگیرند و توسط خانواده ها و اجتماع و آموزش مغز ما عکس العمل نشان میدهد. امیدوارم باورتان بشود. بذارید ببینیم ایشون یه ویدیوی فرستاده، ببینیم این ویدیو چه کار میکنه. یه بچه کوچولو وایساده اینجا، ما هم تصویر ویدیو رو بدیم به صفحه کامپیوتر و ببینیم. داره نماز بخونه. بله اینا سنی هستن، از همین میدونید سنی ها وقتی نماز بخونن دستاشون رو برعکس شیعه ها که بغل خودشون نگه میدارن، اینا دستشون رو به سینه اینجوری میکنن. و آمریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن دوست عزیز من، میگه که میمون میبینه، میمون اون کار انجام میده. و اینم همینه، بچه هم همینه. من خب الان دیگه نوه ما یه ساله شده، امروز همینجا یه دونه از این مداد شمعی به اینا میگفتیم توی ایران، اینجا بهش میگن کران یه هم چیز، اینو من آوردم دادم بهش، یه شکلی کشیدم بعد دادم به این اینجوری گرفت کشید، دید نمیشه، چرخوندش اینجوریش کرد کشید، بعد میکشم من یه دایره دوتا چشم یه لب میخنده، اون که میکشه خطه، نگاه من میکنه که چرا مال تو داره میخنده مال من فقط خطه. خب این دو روز دیگه قول نه از من نقاشی بهتر میکنه. در صورت اینم از این ماجرای مداد شمعی در ایران، این چیزا رو هم تا دست بچه ها میدی میخواست بخوره، مثل که آزمایشگاه اینا دهنشونه آزمایش میکنن، خوشمزه است، بعد اینا خیلی مواظب باشید. اینا هم پیچ و مورهای کوچیک، دونه های تسبیح و نمیدونم دونه های لباس های زنونه و اینها رو خیلی زود میگیرن. بذارید ببینیم این از این، بله کانون آوا ویدیوشون رو امروز روی یوتیوب گذاشتم و همونجوری که گفتم این برنامه که حدود 2 ساعت بود با آقای غلام و آقای قربانعلی حسین نژاد تا جمعه آینده هر روز از تلویزیون مردم پخش خواهد شد. خب ببینیم که این دوستان برامون چی فرستادن، با هم ببینیم و بخوانیم و آگاه شویم. عکسای قشنگی هست و از آلبوم اهدایی ناصرالدین شاه. وقتی میگید اهدایی
یعنی کی ناصرالدین شاه اهدا کرده مثلا به یه موزه. آلبوم اهدایی ناصرالدین شاه میگه که عکاسی و عکاس‌های نخستین ایران به گونه‌ای با نام ناصرالدین شاه پیوند خورده است، زیرا در زمان ناصرالدین شاه بود که دوربین به ایران آمد و این پادشاه که اهل شعر و هنر هم بود عاشق عکاسی شد و در عکاسی مهارت یافت. در آن زمان ابزار عکاسی مانند دوربین و لنز و کاغذ بسیار گران، فکر کنم لنز رو باید به فارسی بگیم عدسی، و کمیاب بود و فقط اعیان و خاندان سلطنتی بودند که می توانستند بهای این ابزار و آلات گران را بپردازند. ناصرالدین شاه در کنار کره جواهر نشان. ناصرالدین شاه کنجکاو بود و محیط اطراف خود را با دقت زیر نظر می گرفت و از آنها عکاسی می کرد. عکس های او از زندگی دربار و ساخت های گوناگون زندگی اجتماعی و سیاسی ایران برای مورخین بسیار جالب است. نخستین عکس ها از روزخانی و تعزیه و شکار و سرگرمی و بازی ها و حتی زنان حرمسرا در حالات گوناگون و با لباس های متفاوت بخشی از کارهای تصویری ناصرالدین شاه را در بر می گیرد. به کمک همین عکس هاست که ما تصور نسبتا روشنتری از جامعه ایران دوران ناصری در مقایسه با دوران پیش از اختراع دوربین در دست داریم. جلوس شاه بر تخت مرمر، مراسم سلام عید نوروز در کاخ گلستان. شیفتگی ناصرالدین شاه به عکاسی فقط به عکس‌های شخصی خودش نبود، بلکه او عکاسان دیگر را هم تشویق کرد تا به گوشه و کنار ایران سفر کنند و از زندگی مردم و فضا و حال و سایر نقاط برایش عکس بیاورند. کاخ گلستان نتیجه علاقه و تلاش خود شاه و عکاسان دیگر مجموعه بسیار بزرگی از عکس است که اکنون از ایران دوره قاجار از درون دربار و حرمسرای شاه گرفته تا اعیان و رجال و وزرا و وکلا و زنان و مردان روستایی شهری در کوچه و بازار و خانه ها و امکان دیگر اکنون در دسترس ماست. شاید هم بتوان گفت که ریشه بسیاری از رشته های عکاسی دوران ما مانند عکس خبری و مستند و عکس تاریخی و طبیعت ایران هم به همان زمان برمیگردد. عید فطر در حضور شاه این بود. اینه دوست دیگه، فقط عکس ها رو نشون میدم و اون چیزی که زیرش نوشته. ناصرالدین شاه در شکارگاه، اینجا هم نوشته که مراسم سلام عید قربان مقابل تخت مرمر در کاخ گلستان. بعد اینجا میگه اخیراً نسخه از آلبوم تهیه شده ناصرالدین شاه در لندن به نمایش گذاشته شده که احتمالاً در سالهای اولیه نیمه دوم قرن شاه این آلبوم ها را به نشانه سپاس از خدمات رجال اعیان به آنها هدیه می کرده است. ناصرالدین شاه در کاخ صاحب قرانیه اینه. بعد نسخه که در لندن به نمایش در آمده خود ناصرالدین شاه به صدر اعظم وقت مستوفی الممالک هدیه داده بود. و این هم ناصرالدین شاه در اردوگاه. در هر حال باز شدن صفحات این آلبوم به روی همگان فرصتی است که با آن دوره از تاریخ ایران به ویژه رابطه ناصرالدین شاه با عکس و عکاسی و ذوق او در این حرفه آگاهی بیشتری داشته باشیم. ضیافت در حضور عباس میرزا برادر ناصرالدین شاه که چه شیرینیایی میبینید، چه قشنگ چیدن و همم ماشاءالله چاغالو اون پشتش نیست. این آلبوم در گالری روز ایسای در لندن به نمایش گذاشته شده است. ناصرالدین شاه در میدان اسب دوانی دوشان تپه. و اما اگه کسی این ایمیل رو میخواد یا با من تماس بگیره یا روی گوگل همین آلبوم ناصرالدین شاه رو بزنید پیدا میشه. خب ببینیم که سال و اول
آقای بهمن آخوند دوست عزیزمون میگه برادر سال 2013 پرزنت کردی یادت رفت؟ نه ما پخش کردیم. پرزنت یعنی من ساخته باشم و من بودجهش داده باشم. این ساخت شما بود، فکر شما بود. حالا یه مثالی برات بزنم آقای بهمن عزیز، من اگر میرم یه جایی فیلم عروسی میگیرم که اون عروسی که من نیست که دیگه، من رفتم یه پولی گرفتم فیلم عروسی گرفتم، عروسی اوناست، شما باید عکس عروس و داماد بزنی، بله اگه زیرش لطف کنی بنویسی مثلا تلویزیون مردم یا سوربیا آمد این ویدیو رو گرفت ممنون میشم، ولی اون کاری که شما کردی اون کسی که میبینه فکر میکنه و بهمن آخوند یه چیزی ساخته و پرداخته یه تلویزیون مردمه. نه اینکه ما بترسیم، بنده از شاه نترسیدم، از خمینی نترسیدم، از آقای رجوی نترسیدم، الحمدلله همشون هم مردن، حالا از شما هم که زنده هستی نمیترسم. البته ماشاءالله این آقای بهمن خان با وجود که از من سنش بالاتره ولی very good good shape و اینها، و اگه اسلحه دست نگیره خیلی بیشتر دوستش داریم. ناصرالدین شاه در مهمانی آشپزی های دربار اینه چی میگه؟ اجازه میخوام عکست رو نگه دارم. عکس خودم آقا اون پایین نگه دار ولی اونجوری نبین نمیز، پرزنت ما اونو درست نکردیم، مال ما نبوده. تالار آینه کاخ گلستان، گرچه حالا باز شما خوب اقلا زدی شکلک در نیاوردی، باز ممنون تماسی. آقا شما اجازه داری هر کار دلت خواست انجام بده. لباسهای جواهر نشان، ببینید دوستان از اینجا مشکلات شاه ها شروع شده. وقتی که مردم گرسنه بودن، فقیر بودن، عکسای تو خیابون نگاه کنید، اون وقت این احمقا ببینید آخه تو به این بچت اینقدر چی آویزون کردی، این تو کدوم جنگ شرکت کرده، تو کدوم کلاس رفته، این چیه؟ حالا اگر نگاه کنید فرهنگ ایران به الاغاشون هم چی آویزون میکردن، به بزشون هم زنگوله آویزون میکردن، به گاوشون هم نمیدونم مهره آویزون میکردن. خب اینم بچهش دیگه، همش از چی میاد؟ از نادانی. ای داده بیدان، لباسهای جواهر نشان. تعزیه در تکیه دولت، خیلی اینا رو تون نمیذارم برای که شما سردرد نگیرید یا به قول شیرازی ها سرپرک نگیرید. امین اشرف در حضور امین السلطان نخست وزیر، حالا دوستان همینجا یادتون باشه نگاه کنید اینا لباسایی که دارن شلوار پاشونه، این لباسی که دارن تقریبا مثل پالتوه، کلاهاشون یه کلاهای گرد مخصوصیه، ولی این شاه لایا میگن اگه رضا شاه نبود که شما هنوز باید عمامه سرت میکردی فلان. چرا؟ دروغ میگن. اگر اتفاقا بخواین دنبال تجدد برین، این قاجار چون لیاقت نداشتن و کشورداری نکردن خیلی به تجدد و زیبایی و نمیدونم پیانو بیاره و گرامافون بیاره و همین عکاسی بیاره و فیلم برداری بیاره، اینا خیلی خدمت کردن، ولی چون ما آدم های دروغگوی هستیم بعد میبینی این لباس، بله خود شاه نمیدونم با این لباس نشسته مثل پالتو هست و شلوار، اون برم وزیر وزرا با عبا و اینها نشستن، و برید نگاه کنید لباس ابو علی سینا هم اینجوری بوده. پس ابو علی سینا هم آخوند بوده، لباس خیام هم اینجوری بوده. آقا تو اون منطقه، تو اون سرما، تو اون گرما یه چیزی میپوشیدن که شب اگه تو بیابون باد اومد خاک شد اینو رو سرش مینداخته میخوابیده استراحت میکرده زیر. حالا ما اومدیم کت شلوار پوشیدیم آدم شدیم؟ نمیدونم. بله این همین لباس ها رو باز نگاه کنید اینجا الان رو هست که ما همه شپش داشتیم و نمیدونم کور بودیم و کچل بودیم، آقا رضا خان قلدار اومد یکی یکی نشست مثل میمونا هستن که سر همدیگر رو میجورن، سرمون رو پاک کرد، دوای شپش زد و قطره ریخت تو چشمون، چشمون رو باز کرد، لطف کرد یک فامیل هم به همون داد و حالا من و شما فامیل دار که شدیم دنیا رو گرفتیم. بله این خریت قاجار.
نصرت الدین میرزا سالار سلطنه فرزند نادرالدین شاه با خدمتکاران دربار. خب این شمشیره رو این نمیتونه بکشه از تو این چی میگفتن قیامش، از تو جلدش بکشه بیرون. شما وقتی شمشیر میخوای بکشی بیرون با یه دست رو بذاری اون بالا، یه دستم بذاری دست شمشیر بکشی. این بچه هر چی اینو باز کنه دستش به اندازه طول این شمشیر نیست، اقلا یه شمشیر کوچیک‌تر بده دستش. حماقت اینجوری میشه. انشتین فکر کنم گفته برای حماقت هیچ حد و مرزی نیست. زنان برای دیدار با ناصرالدین شاه صف کشیدن. اینم زنا در جامعه، زنان در مسجد. اینجا امارت سلطنتی در شاهستانک، آبادی حتما برای تابستون ها اینا بوده، اینجوری که کوه اینا هست، ییلاق و پشلاق و فلان. گروه نوازندگان، نوازندگان مثل که از همه قدیم هم اینجوری خودشونو شکلای عجیب غریب در می آوردن. این آقا نمیدونم ریش و پش و اینها. بله میایم پایین تر. خب خبری از آقای اسلام شمس نشد. تماشای کشتی در مراسم عید نوروز کاخ گلستان. عشایر، اینم باز زنان عشایری. اصلا این فلسفه عشایر رو یه دوستی ما داشتیم، میرفت شش ماهی با اینا فیلم جمع میکرد و گزارش مینوشت و اینها. میگه اگر اینها توی اون مقطع زمانی کوچ نمیکردن اصلا از بین میرفتن، چون اون موقع که نمیتونستن جایی که سرده سرپوش درست کنن، فریزر داشته باشن، جایی که گرمه فلان، اینجوری اینا خودشون رو جا به جا میکردن. ولی همین جا به جایی، همین زحمت، همین زندگی سخت باعث شد که این نسل اینا ادامه پیدا کنه. حالا شما بیا بشین بگو که نمیدونم تمدن اینجور اونجور، نمیدونم. والا دکتر عزیز، با یک دنیا شرمندگی ما چه رأی بدهیم و چه ندهیم؟ آن کسی که باید از صندوق سر به بیرون آورد بیرون میآید. من در طول عمر خودم در دوران سلطنت رضا شاه، اینو آقای آریانپور نوشتن، رضا شاه، محمد رضا شاه، خمینی، خامنه‌ای، شامل شاهد آن بوده و تخم لق از همان دوران سوم اسفند 1299 برنامه ریزی شد. فراموش نکنید که رضا شاه در این مورد چه گفته است: اگر بیش از این زر بزنید میدهم در این طویله را، منظورش مجلس شورای ملی است، ببندن. دوستان، طرفداران مشروطه، طرفداران پادشاهی، اونایی که حالا اومدید خارج میگین نه ما پادشاهی سلطنتی نمیخوان، ما پارلمانی میخوان، شاه شما گفته اگر زر بزنید در این طویله رو میبندم. به مجلس شورای ملی میگفته طویله. خب حالا اگر فرض کنیم که فردی بدون پارتی بازی از صندوق ها سر به بیرون آورد، خب نتیجهش در مجلس شورای ملی و یا اسلامی آیا جز آن چیزی بوده که شاهنشاه ابرقدرت و یا ولایت فقیه از قبل تصمیم به اجرای آن گرفته بودن؟ نخه، کاملا درست. و اما بذارید ببینیم، یه سری عکس هم دوستان فرستادن که یه نفر با توتپیک، همون خلال دندون دیگه، درسته که این آقا چه کارهای انجام میده و چه چیزایی درست میکنه. من وقتی اینو دیدم برای این دوستمون نوشتم که ای بابا، من وقت حالا فکر میکردم هر کی بیکاره میره میشه مجری و صاحب تلویزیون، ولی به نظر میرسه که این آقا از ما بیکارتره و باهوشتره، رفته یک به اصطلاح یک سرگرمی دیگه پیدا کرده. دوستان تمام این چیزایی که میبینید کار دستی، اینجا بهش کرافت میگن، این آقا درست کرده، اینا رو با خلال دندون یکی یکی چسبونده به هم و اینجوری. حالا چجوری از قبل پیش بینی کنه یا برنامه بنویسه اینها بماند. خب فری میگه پسرش هم به روشن فکر میگفت انتوکتوال انتوکتوال. بله، نه شاه میگه منور الفکر. حالا یه جایی گفته بوده ان فلان،
مثل اینایی هستن که به بعضی انقلابیان میگن انقلابی یا انقلابی هن چیزی. در صورت این آقا ببینید چی ساخته و چی کار میخواد بکنه با این ساختمان ها من خبر ندارم، ولی اینا تو مسابقاتی لابد مرتفع ترین ساختمون، ببینید رفته سعودی عربی ها مثلا رفته اونجا چقدر پولش دادن تا یه همچین چیزی درست کنه، این خانه کعبه و نمیدونم اون مسجد پیغمبر و اینا رو اینجوری درست کرده و همش برمیگرده باز به پول. در خاطرات علم آمده است، فریدون میگه در خاطرات علم گفته بوده که این روشن فکرها ان تو اکتوال هستن. بله، برای که خود شاه سواد نداشت، شاه نتونسته بود دیپلم بگیره، بعد حسودیش میشد. به همین خاطر اونایی که یه مقداری از خودش بیشتر میفهمیدن از خودش دور کرد، مثل این میمونه که من چشم همه اطرافیانمو در بیارم، بعد یا همه رو یه چشم کنم، بعد من با دوتا چشم میشم خب بهترین بیننده. این آقا یه مشتی عقب افتاده چاپلوس رو دور خودش نگه داشت، اونایی که چیزی بلد بودن علم یا علم اینجا بله نمیدونم در خاطرات علم درسته، در هر صورت اشتباه کرد آقا، اشتباه کرد، باید میرفت دنبال کار زندگیش، باید شهامت پیدا میکرد، به باباش میگفت که من نمیخوام شاه باشم، من میخوام هنرپیشه باشم. هنرپیشه خوبی بود دوستان، اینو من تا حالا 100 بار گفتم، امروزم یه بار دیگه میگم 101 بار، شاه هنرپیشه خوبی بود. اگر هنرپیشه خوبی نبود نمیتونست به دیگران به باورانه که همه چی رو میدونه، همه چی رو بلده، وقتی که نه هیچ چیز رو میدونست نه هیچ چی رو بلد بود. مثلا همین آقای مهدی برومند میگه شاه مصدق رو فلان، میگم بابا جون اگه مصدق بد بود خائن بود خب تقصیر شاهه، تا اگه یه مکانیکی داری یه کارگر بد بذاری اونجا من ماشینمو بیارم، این کارگره به جای اینکه دلکوشو عوض کنه دلکوشو بدوزه یا منو چارج کنه، بعد تو مسئولی دیگه، تو رئیس اون فروشگاه هستی، تو رئیس اون تعمیرگاه هستی، چطور یه تعمیرگاه یقه مسئولشو میگیریم ولی یه مملکت شاه رو بل میکنیم بره یقه آقای هویدا رو میگیریم که بعدم حالا تو به مرده هویدا هم فوش بدی؟ آقای مهدی برومن روشتو عوض کن، اگه میخوای فوشم بدی یه روش بهتر فوش دلنشین بده. بله اینم این دیگه چیه؟ خب دیگه خیلی بسته، این آقا خیلی بیکاره و بریم ما هم از شما خداحافظی کنیم. امروز ساعت 4 بعد از ظهر آن قرار شد ساعت 3:30 ستار اینا رو بهتون نشون بدم، خوب شد یادم افتاد بهتون نشون بدم، ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد، تبریک بهش میگم، 129 هفته است که برنامه اجرا کرده. حالا شما ببینید همچین دیدی، یکی میگه میخوام جنبش درست کنم، یکی میگه میخوام فلان کنم، 3 هفته که میاد با خودش طرف دعواش میشه، با خودش دعواش میشه. در صورت ممنون و متشکرم از شما، ممنون و متشکرم از آقای ارشاد، و این کتاب دوستمون رو هم آیا قرآن کتاب آسمانی است براتون تا چند دقیقه دیگه روی فیسبوک تلویزیون مردم میذارم. دوستان این آقای اسلام شمس یا یه جایی هست که نمیتونه چون 12 ظهر تو کالیفرنیا نتونسته برسونه خودش اینا، ولی ما بریم آگهی ها رو ببینیم، میگه ما به قول خودمون عمل میکنیم. آقای ستار این قیافه ایشون، بله کامرای 3 اوکی، بله ستار لایو این کنسرت ساتردی می 6 فردا، امروز 5 ماه می. اونایی که اهل رستوران های اسپانیش هستن الان امروز خوشحالن و فلان بهش میگن سینکو د میو، سینکو یعنی 5، میو هم یعنی ماه می، 5 ماه می. این مکزیکی ها برای خودشون یه چیز درست کردن، استقلال از فرانسه، یه استقلال اصلا یه چیز بی خودیه، نه تاریخ درستی داره نه چیزی، ولی هر کی میره میره عرق میخوره و سالسا میخوره و چیپس میخوره و روز خوبی رو داره. در اصل فردا شب اینجا هستین دوستان، اینم به فارسی ضیافت و شب نشینی، بذارید قشنگ این تصویر رو براتون بزرگ کنم. اگر کسی خبر جدیدی
از این دوست ما آقای رشید صاحب مغازه ساسان و کامران داره، ما خوشحال میشیم چون پیام هم گذاشتیم تماس نگرفته. ضیافت شب نشینی با ستار شنبه ششم می در سالن چری بلاسم استرلینگ ویرجینیا، پذیرایی کامل با بوفه مفصل انواع پیشغذاهای ایرانی، نوشیدنی غیر الکلی، چای، قهوه و شیرینی های تازه ایرانی بدون محدودیت سنی همراه با پارکینگ رایگان. پریسل تیکت البته نگفتن تا که بلیت اگه از قبل بخرید 85 دلار، بلیت هایی که برای تافته جدا بافته VIP هست 125. تیکتز آر اویلیبل ات موست پرشن استور آنلاین ات kodum.com. شماره تلفن تماس برای رزرویشن و اطلاعات بیشتر هست 571 242 02 26. این ستار فردا هم بنده میرم 99%، اون 1% هم یا اگه مریض بشیم یا اتفاقی پیش بیفته. ولی بذارید من این آقای اسلام شمس رو هم حالا که ما قول دادیم نشون بدیم، و اگر توی اون منطقه هستید حتما برید ببینید. خنده برای چیز خیلی خوبه، خنده دوای خیلی از دردها هست، مخصوصا ما ایرانی ها که این همه درد بی دوا داریم. خب ببینید که آقای اسلام شمس رو روی فیسبوک هم گذاشتم برای آدرس و اینها. من فکر کنم این محل اسمش اسپانیشه، ولی میدونید که تمام چیزای کالیفرنیا، کالیفرنیا، تگزاس، اینا همش جزو مکزیک بودن، نیو مکزیکو اینا، پس تعجب نکنید اگه اسمی اسپانیش دیدید. اینه، بذاریدم بهتون نشون بدم کامرای سه. بله. اینجا بله ببینید نوشته استند اپ کمدی شو لایو با اسلام شمس شنبه ششم می ماه 2017 فردا دی موری سنتر، آدرس هم هست 24932 ویترنز وی میشن ویهو کالیفرنیا اینفورمیشن. این شماره تلفن خود آقای اسلام شمسه، اینفو 949-399-70. بعد نوشته بودن که پارکینگ مجانی، ولی اون پایین ترش وقتی باز میکردی اینجوری که نوشته بودن انگار که همه چی مجانیه. حالا من نمیدونم من بد متوجه شدم یا شما هم همین برداشت رو دارید. ببینید اینجا نوشته پارکینگ، ورودیه و شام مجانی با رزرو جا از قبل. یعنی من اگر زنگ بزنم جا را از قبل رزرو کنم همه اینا باید بازی باشه. ولی من میدونم این چی شده، این چون فارسی نوشتن این جا به جا شده، احتمالا نوشته که پارکینگ و ورودیه مجانی وقتی که شما زنگ بزنید برای شام جا رزرو کنید، پول شامو میدید اون پارکینگ. در اصل من نمیدونم، این من نشونتون دادم که اون چیزی که من میبینم شما هم ببینید برداشت خودتون. میدونید ما داستان داریم، میگه از اینجا اینجوری به نظر میرسه. خب ببینید دوستان، ستار رو نشون دادم، اسلام شمس رو نشون دادم، بریم روز مادر. این دوستان افغانی اونها هم از کانونی به نام پیوند این کار رو انجام دادن، ولی من متاسفانه روز مادر در سفر هستم و اینجا نیستم. اگر بودم با کمال میل میرفتم و این مهمونی رو میدیدم، چون هم خواننده‌ای که میخونه اونجا خواننده خوبیه، هم نوازنده‌ای که میزنه نوازنده خوبیه، همین دوستان از فلایری که درست کردن، از پوستری که درست کردن نشون میده کارشون مرتب و ردیفه. یه بار دیگه میایم اینجا، میریم کامرای دو، دوربین شماره دو. بله، بزرگداشت روز مادر مرکز هنری و فرهنگی پیوند با افتخار برگزار میکنه شنبه 13 ماه می، هپی مادرز دی، سالده می 13 2017، جشنی شاد و به یاد ماندنی برای بزرگداشت مادران عزیزتان یا عزیز ما، با هنرنمایی خواننده محبوب سهیلا همراه با موزیسین ناماشنا سیامک، دیجی هم هست، و همراه با پذیرایی صرف شام
کیترینگ رستوران البرز. میدونید که رستوران البرز و شمشیری از لحاظ خوراک و اینا پا به پا جلو میرن و به اصطلاح خیلی معروفن. خیلی شمشیری خب خیلی قدیمی سابقه داره، ولی این رستوران البرز همون خواهر اون عباس آقا یا بیژنه که به اصطلاح بعدن با پسرش و دختراش این رستوران رو باز کردن، هر روزم موفق تر. قیمت بلیت 35 دلار از ساعت 7 و نیم عصر تا نیمه شب. شروع بلیت در فروشگاه یاس، عسل، ساسان و زمزم. خواهشمندی برای اطلاعات بیشتر با خانم افسانه تلفن 571-359-1374 تماس حاصل نمایید. اگر شد من دوشنبه یا چهارشنبه هفته آینده یک مصاحبه کوتاهی با این دوستان انجام میدم. شما هم اگر برنامه‌ای دارید، یه جایی برنامه میذارید، ما از اون موقعی که سال 1998 شروع کردیم این پابلیک سرویس انانسمنت رو از آمریکایی‌ها یاد گرفتیم که یک کسی اگه یه برنامه میذاره ما اقلا به مردم بگیم اینا برنامه دارن، ولی اگه یک کسی برنامه میذاره، کنسرت میذاره، هی 2000 دلار، 7000 دلار، 10000 دلار، 30000 دلار میبره خونه، این دیگه به من نمیتونه بگه آقا لطف کن آگهی ما هم بگو. خب بستتون رو یادم بگم، بعض وقتا برای من بهتره بله and to actual بله هشدار اون از اون اینم از خیلی ممنون، متشکر از شما دوستانی که با ما این کار کارگردانی رو، اگه بنده اینجا به عنوان اگزیکیتیو پرودوسر باشم، شما هم به عنوان پرودوسر پا به پای ما دارین جلو میاد. گزارش صدا سیما رو براتون گفتم، مشکل تمام مسئولین بهتون گفتم که الاغن خودشون رو توی آینه اسب میبینن، اونم اسب یونیکورن پرنده. ریویوینگ هیستوری عکس‌ها رو بهتون نشون دادیم. عقل بشر آلبوم تاریخی، عقل بشر اون پسره بود که ادای بابا و مامانش در میآورد نماز میخوند و بله اینم از این. آخ ای کاش که با این عکس برنامه رو تموم نمی کردم، ولی دارم دنبال یه نامه‌ای میگردم از خانم مینا که درباره تبلیغات تلویزیون هست. گویا اون روز من صحبتی که کردم کامل نبوده، میخوام اونو بگم که بدهکار نباشیم و بریم. میگه ما دارو را برای آفریقا ارسال کردیم و این کار انسانی و شرافتمندانه است، اما داروهای مشکل اساسی داشتند یا دارند، روی آنها نوشته شده بعد از غذا. دیدید که داروهایی که باید با غذا بخوری معمولا اون حالت اسیدیش و کمیکال و شیمیایی اینها اگر با خوراک نخوری دل و رودت رو تازه به هم میریزه. این بدبختای گرسنه حالا اگه دارویی هم برده باشن داده باشن بهشون، میگه گفتیم بعد از غذا. خب اینا هم که غذا نخوردن احتمالاً اون دارو رو خوردن بدتر. و باورتون میشه دوستان اون روز راجع به سومالیلند میگفتم، اگه کسی میخواد در این باره صحبت کنه 10 دقیقه 15 دقیقه مهمون من باشه، چی شد که سومالیا یه قسمتی جدا شد، یکیش سومالیا هست یکیش سومالیلند، و چرا به سومالیلند به اصطلاح اجازه نمیدن یک کشور مستقل باشه. خب شعار مردم یزد در آغاز سخنرانی روحانی آزادی اندیشه گازنبوری نمیشه. دوستان 3-4 سال پیش توی یزدم توی مراسم سینه‌زنی یه شعرهای خونده بودن، همه هیجان زده شدن. اتفاقا خوشم اومد آقای مجید افراخته وقتی من این فیلم اون خانم ایرانی رو نشون دادم و گفتم بهش افتخار میکنم، گفت سوربی خیلی هیجان زده نشو، همینا رو هم آخوندا برنامه ریزی میکنن که بگم ببین ما چقدر آزادی داریم. والا دیگه من نمیدونم چه کار کنه. در صورت هیجان زده نشید، حالا یه شعاری دادن اینها بماند. ولی برگردیم و چه حسن ختامی که با نامه مینا خانم برنامه امروز رو به پایان برسونیم. ازتون خواهش کنم اگر ایام ویکند جایی میرید، یاد اونایی هم که گرسنه هستن، یاد اونایی که احتیاج دارن باشید و نگید من اگر 10 دلار کمک کنم این 5 دلارش این شکمو میخوره، این چاقالو میخوره. بذارید 5 دلار 9 دلارش این بخوره، 1 دلارش برسه به یه دست. کمک کنید، کمک کنید، نه به من، به دیگران. به منم کمک کنید. ابنده آقای سوربی دوست خوب ما
شما در انتهای برنامه گفتید که از من انتظار نداشتید، اما خودتون بهتر میدونید که منظور من چی بوده و هست. نه، اگه میدونستم که نمیگفتم. چون حدود 3 یا 4 سال پیش در مورد تبلیغات تلویزیون‌های لس‌آنجلسی برنامه داشتید و خودتون هم کلی انتقاد کردید. اینو یادم میاد. هنوز یادمه، چون من هم در این باره براتون فوری ایمیل زدم و شما خوندید و من در اونجا هم همین مطلب رو گفته بودم. در هر صورت منظور من حق و عدالت است و پول در آوردن بعضی از افراد به قیمت بدبختی و سلامت و تجاوز به مال دیگران را من همیشه رد خواهم کرد. حال در عروسی و یا عزا در دنیای کنونی متاسفانه اخلاق یا همان مورال متاسفانه از بین رفته. در راستای عدالت همیشه موفق باشید. ممنونم، شما موفق باشید. بذارید من یه سوال ساده ازتون بکنم. اگه ما بخوایم اینجوری پیش بریم که سوربی که اینجا نشسته آگهی این جلد عینک رو بکنه یا نکنه بدون اینکه خودش امتحانش کرده باشه، بعد اون راننده تاکسی نباید یه نفری که میخواد سوار کنه ازش سوال کنه که تو میخوای بری یه کار خیر انجام بدی یا میخوای بری یه نفر رو بکشی؟ اینجوری نمیشه دوستان. یه کمی آمریکایی‌ها وقت میخوان نصیحت کنن به یه کسی برای ازدواج میگن کامپرمایز. یه کمی کوتاه بیان. این تلویزیون ها اشتباه کردن، غلط کردن، گوه خوردن، به قبر پدرشون خندیدن که هی اومدن گوه یکشم خودمان بودن، هی یکی گفتن ما نوکر شما هستیم، ما نمیدونم فلان هستیم. آقا خانم نوکر شما نیستن. اومدن گفتن میخوایم ایران رو آزاد کنیم. آقا خانم این بدبخت ها خودشون رو نتونستن آزاد کنن. بابا شبخیز که به زبان رشدی خودش گفت آقا من رفتم پیتزا فروشی باز کنم، به هم گفتن باید بری امتحان بهداشت بدی و دست تمیز باشه و بلد باشه، اینها بلد نبودم اومدم اینو باز کردم. اونجایی که شبخیز با دوستاش با نمیدونم خانم فلان خواننده، آقای فلان خواننده میان تبلیغ میکنن، دروغ میگن، یه آپارتمان بی سند تو ترکیه رو من نمیدونم قانون ترکیه چیه به شما میفروشن، با شما موافقم. به قول یه عموی پیری ما داشتیم، این وقتی میخواست خیلی تأکید کنه به جای 1000% میگفت 100%. ما هرچی بهش گفتیم عمو 100% میشه 10%، و هم میگو نه این 100%. اینجوری فکر میکرد اینجوری بگیر جه. من با شما 1000% موافقم، ولی اگر من تلویزیون باز کردم یه آقای زنگ زد آقا من یه قرصی ساختم، مردم عصبی ایران این قرصی که میخونن همش میخنده، چند میگیری آگهیش پخش کنی؟ میگم آقا مثلا مای 300. من آگهیش پخش کردم، شما خوردی، دیگری خورد، به جای اینکه بخنده شروع کرد عصبانی شدن، من مسئولم؟ من مسئول نیستم. به همین خاطر هست که می نویسن چی؟ اول برنامه ها می نویسه این تلویزیون و مدیریت آن هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحبت های دیگران نداره. امیدوارم توضیح من کامل باشه و باور کنید اگر یک زمانی دوباره ماها دنیا بیایم، ممکنه هیچ کدوم از ماها نیایم این کاری رو که الان داریم انجام میدیم انجام بدیم، چون تجربه‌ای که برداشتیم دیدیم بابا چقدر اشتباه کردیم. مرسی که با ما هستید، روز روزگارتون خوش. بریم سراغ آقای حسن ارشاد با برنامه شماره 129، طرد عبدالحسین آیتی ملقب به آواره از جانب عبدالبها توسط شوقی، قسمت اول. مرسی، مواظب خودتون باشید، با امید دیدارتون دوشنبه.